دجال اثر فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستقی، راوی زرین، فایل پنجم، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. بند 26 صفحه 59. مفهوم خدا تحریف شد و همچنین مفهوم اخلاق، اما روحانیت یهود بدین نیز بسنده نکرد. تمام تاریخ اسرائیل بیهوده بود، پس آن را به دور افکنیم. کاهنان یهود این معجزه تحریف را که سندش در بخش عمده تورات در پیش روی ماست به انجام رساندند، با بی‌اعتنایی بیمانند نسبت به هر گونه سنتی و هر گونه واقعیت تاریخی، تمام گذشته قومی خود را در اصطلاحات دینی ریختند. به عبارت دیگر رستگاری ابلهانه ای از آن پرداختند، یعنی جریان گناه در برابر یهوه و کیفر او، محبت به یهوه و پاداش از او. اگر تاریخ چند هزار ساله تفسیر کلیسا از تاریخ ما را به تقریب نسبت به مطالبات تمامیت حقایق تاریخی فراموشکار نمی ساخت، ما این عمل شرم‌آور تحریف تاریخ را دردناکتر از این احساس می کردیم. و فیلسوفان از کلیسا پشتیبانی کردند. دروغ نظم جهان شمول اخلاق در تمام جریان تکامل، حتی در تازه ترین فلسفه ها رسوخ کرده است. نظم جهان شمول اخلاق به چه معنی است؟ اینکه فقط و برای همیشه اراده خداست که معین می کند انسان چه کند یا چه نکند، و ارزش یک قوم یا یک فرد را باید بر حسب میزان فرمانبرداری به اراده خدا سنجید. نیروی حاکم اراده خدا که بر حسب میزان فرمانبرداری به کیفر یا پاداش تعبیر می شود، در سرنوشت قوم یا فرد متجلی می شود. واقعیتی که با این دروغ رقتنگیز باجگونه شد چنین است. موجود بشری انگلوار که فقط به حساب شکلهای سالم زندگانی رشد می کند، یعنی کشیش، از نام خدا سوء استفاده می کند. وضع جامعه‌ای را که کشیش در آن ارزش اشیا را می سنجد، ملکوت خدا می نامد. او وسائلی را که با آن چنین وضعی حاصل می گردد یا ابدی می شود، اراده خدا می خواند. با بی‌اعتنایی سگوارانه پاورقی. سینسیزم دبستان فلسفی در پایان زندگانی درخشان فرهنگی یونان. طرفداران آن نسبت به نوع بشر بدبین و بدخواه بودند و زندگانی را هرچه کثیف‌تر و آلوده‌تر می‌خواستند. آنها را کلبیون نیز گفتند. ما آن را سگوار ترجمه کردیم، زیرا در فارسی زندگانی سگ هم به معنی زندگانی بد است. ادامه مطلب. با بی‌اعتنایی سگوارانه، اقوام و ملت‌ها و اعصار و افراد را بر حسب اینکه از فرمان کشیش پیروی کرده یا در برابر آن مقاومت ورزیده‌اند ارزیابی می‌کند. روحانی‌ها را در عمل ببینید. در دست کاهنان یهود بزرگترین دوره تاریخ اسرائیل دوره انحطاط می‌گردد. جلای بابل، سال‌های طولانی شوربختی چون کیفری جاوید برای این دوره بزرگ تغییر شکل می‌دهد، دوره‌ای که در آن روحانی هنوز چیزی نبود. روحانیان بر طبق نیازمندی‌هایشان با آزادی کامل سیماهای تاریخ اسرائیل را یا به صورت متعصبین رقت‌آور چاپلوس یا به شکل بی‌خدایان درآوردند. آنها روانشناسی رویدادهای بزرگ را در دستور ابلهانه اطاعت یا سرپیچی از خدا خلاصه کردند. قومی فراتر، اراده خدا یعنی شرایطی برای نگاهداری قدرت روحانی را باید شناخت. برای این منظور به مکاشفه نیاز است. به عبارت ساده جعل عظیم ادبی ضرور می افتد و کتابی مقدس کشف می‌گردد.
با همه دبدبه روحانی و با روزهای توبه و انابه، ندبه و زاری بر سالیان دراز مصیبتبار اشاعه می‌یابد. اراده خدا سالها پیش پابرجای شده بود. اصل مصیبت در بیگانگی قوم از کتاب مقدس بود. اراده خدا پیش از این بر موسی آشکار گشته بود. از آن پس چه روی داد؟ کشیش با دقت و با پیروی از قواعد نظری و تا رعایت باج‌های خرد و کلانی که بایست به او پرداخت می‌شد، بیان که در این عرصه لقمه‌های لذیذ گوشت را از یاد ببرد چون گوشتخوار است، یک بار و برای همیشه آنچه را که طالب آن است و یا خواست خدا چیست زیر قاعده‌های معینی درآورد. و از این پس ترتیب تمام چیزهای زندگانی چنان داده شد که وجود روحانی همه جا ناگزیر بود. در تمام رویدادهای طبیعی زندگانی، در تولد، در زناشویی، بیماری و مرگ، صرف نظر از قربانی، هنگام سورچرانی، سر و کله کشیش یا انگل مقدس ظاهر می شود تا آنها را از صورت طبیعی خارج سازد، به زبان خودش آنها را متبرک کند. چون انسان باید دریابد که رسم‌های طبیعی، نهادهای طبیعی همچون حکومت، دادگستری، زناشویی، دلجویی از بیماران و بینوایان، هر ضرورتی که غریزه زندگانی عرضه می‌کند و خلاصه آنچه به خودی خود ارزنده است، مطلقاً بی‌ارزش می‌گردد و به وسیله انگل بودن کشیش یا نظم جهان شمول اخلاق با ارزش‌ها دشمنی می‌ورزد. در نتیجه مجوزی هم ضرور می افتد. به نیروی ارزش بخش نیاز است تا کیفیت طبیعی این امور را انکار کند و تنها با انجام این کار می تواند ارزشی بیافریند. کشیش طبیعت را عاری از ارزش و تقدس می سازد. تنها به بهای این کار است که وجود دارد. سرپیچی از خدا، یعنی از کشیش، از قانون، اینک نام گناه می یابد. وسائلی برای آشتی مجدد با خدا چنان که باید انتظار داشت، وسائلی است که پیروی از کشیش آن را کاملا تضمین می کند. کشیش خود گناهان را باز می خرد. از دیدگاه روانشناسی، گناه در هر جامعه‌ای که روحانی سازمان داده باشد ناگزیر است. گناه اهرم واقعی قدرت است. کشیش از گناه ارتزاق می کند. او به حق العمل گناه نیازمند است. برترین قانون این است: خدا توبه‌کار را می‌بخشد، به زبان ساده آن را که به روحانی تمکین کند. بند 27 صفحه 62. در خاکی بدین سان آمیخته به دروغ، جایی که تمام طبیعت، تمام ارزش‌های طبیعی و کل واقعیت ژرف‌ترین غریزه‌های طبقه حاکم را علیه خود داشت، مسیحیت ظهور کرد. یعنی دشمنی مهلک نسبت به واقعیت، آنچنان که نظیرش تاکنون دیده نشده است. قدیسین که تنها ارزش‌های کشیشی و کلام کشیشی را در تمام چیزها برای خود نگاه داشته بودند و با مداومتی که آماده الغای ترس بود، خود را از همه چیزهای نیرومند روی زمین جدا کردند و آنها را نامقدس، دنیوی و گناه خواندند. قدیسین برای غریزه خود دستوری فراهم کردند که تا حد نفی خیشتن منطقی بود. مسیحیت آخرین شکل باقی مانده واقعیت، قدیسین، گزیدگان و خود واقعیت یهودی را نیز نفی کرد. این مورد ممتازی است. جنبش کوچک انقلابی که با نام عیسی ناصری تعمید شد، همان غریزه یهودی است. به زبان دیگر، غریزه روحانی که دیگر نمی‌تواند روحانی را به عنوان واقعیت بپذیرد و این خود ابداع یک شکل مجردتر هستی و حتی بینش غیر واقعی‌تر از جهانی است که به وسیله کلیسا سازمان یافته و اداره می‌شود. مسیحیت روحانیت را نفی می‌کند.
من نمی‌دانم این عصیان که مبتکرش را درست یا نادرست مسیح می‌دانند، اگر بر ضد روحانیت یهود نبود، بر ضد چه چیز بود؟ روحانیت به مفهوم امروزی کلمه، این عصیانی بر ضد نیکان دادگران و قدیسین اسرائیل، بر ضد سلسله مراتب اجتماعی بود، نه بر ضد فساد آنان، بل علیه طبقه، امتیاز، نظم و شکل اجتماعی و افراد برتر باور نداشت. نفی روحانی و حکیم الهی بود. اما این سلسله مراتب روحانی هرچند موقتاً بدینسان مورد اعتراض قرار گرفته بود، همان توده سنگ و خاکی بود که قوم یهود در آغوش آب هنوز بر آن به زندگانی خود ادامه می‌داد. این آخرین امکان بقا و پسمانده وجود سیاسی مجزای او بود. حمله بر این جنبه، حمله بر ژرف‌ترین غریزه قوم بود. حمله بر سرسخت‌ترین خواست قومی برای زندگانی که تاکنون بر روی زمین زیسته بود. این آشوب طلب مقدس که افراد فرودست، بی‌خانمان‌ها و گناهکاران و نجس‌ها را در داخل قلمرو یهود علیه نظم حاکم برانگیخت، به زبانی که اگر بتوان به انجیل‌ها اعتماد کرد، امروزه نیز به تبعید در سیبری منتهی می‌شد، مجرمی سیاسی بود. تا آن اندازه که میشد وجود مجرمی سیاسی در چنین جامعه بس غیر سیاسی امکان پذیر باشد. این است آنچه او را بر بالای صلیب کشید. دلیلش همان نوشته روی صلیب است. او به سبب جرمش مرد. هیچ گونه دلیلی نیست تا بر اساس آن بتوان اثبات کرد تا آنگونه که غالبا ادعا می شود برای گناه دیگران مرده باشد. بند 28 صفحه 64. این هم مسئله دیگری است که آیا او از چنین تضادی با خبر بوده است یا نه، یا مردم او را چنین تضادی پنداشتند. در اینجا من برای نخستین بار به مسئله روانی بازخرنده گناه می پردازم. اعتراف می کنم کمتر کتاب هایی هست که آنقدر مشکلات را بر من ارائه کنند که انجیل ها عرضه می کنند. این مشکلات با مشکلاتی که ذهن اندیشمند و کنجکاو آلمانی پیروزی خود را با آنها جشن گرفته کاملا تفاوت دارد. از آن زمان که من نیز مانند هر پژوهنده جوان و با همان آهستگی زیرکانه زبانشناسی موشکاف طعم اثر اشتراوس بی‌نظیر را چشیدم، روزگاری دراز می‌گذرد. آن زمان 20 ساله بودم. اینک از این بابت سخت گیرم. دیگر مرا چه پروای تناقض‌های سنت؟ چگونه اصولاً می‌توان افسانه‌های زندگانی قدیسین را سنت خواند؟ قصه زندگانی قدیسین ابهام‌انگیزترین آثار ادبی موجودند. گمان می‌کنم در نبودن ضابطه‌های دیگر راه و روش علمی را در مورد آنها به کار بستن از بنیاد اشتباه است. تفننی از فاضل مآبانه. بند 29 صفحه 65. موجب پروای خاطر من اکنون نمونه روانی بازخرنده گناه است. زیرا این روحیه را می توان به رغم انجیل در خود انجیل ها بازیافت. هرچند انجیل ها گرانبار و مفلوج از ویژگی های بیگانند. چنان که روحیه فرانسیس آسیسی را به رغم افسانه ها در افسانه های زندگانی وی باز می توان جست. نه حقیقتی درباره آنچه کرد یا خود چگونه مرد. اما این نکته که آیا نمونه او اکنون اصولاً تصور پذیر است و یا با احادیث سینه به سینه به ما رسیده است. به نظر من حتی کوشش در اقتباس قصه روح از انجیل ها نشانه بیمایگی نفرت انگیز روانی است. آقای رنان این مقلد و لوده امور روانی برای بیان نمونه مسیح دو تصور و مفهوم بسیار نامناسب را که در این مورد ممکن است اختصاص داده است. یکی مفهوم نابغه و دیگری مفهوم قهرمان. اما اگر چیزی غیر انجیلی وجود داشته باشد، همانا مفهوم قهرمان است.
متضاد همه ستیزها و خیشتن را در مبارزه دیدن در اینجا مفهوم غریزی یافته است. ناشایستگی برای مقاومت در اینجا اخلاق شناخته شده است. با شریر مقاومت مکن. این ژرف‌ترین گفته انجیل است. مفتاح آن در یک معنی نیز هست. خوشبختی در صلح، در آرامش و در ناتوانی در برابر دشمن است. بشارت ها کدامند؟ زندگانی حقیقی، زندگانی جاویدی به دست آمده است. وعده داده نمی شود. اینجاست، با شماست. چون زندگانی که در عشق زیسته شود، عشقی کامل و فراگیرنده و بدون استثناء، عشق به همگان و عشق بدون فاصله، همه فرزند خدا هستند. مسیح دقیقاً چیز معینی برای خود نمی خواهد. در مقام فرزند خدا، همه با هم برابرند. چطور می توان از مسیح قهرمان ساخت و کلمه نابغه چه سوء تفاهم بدی است؟ همه مفهوم ها و تصورات فرهنگی ما از روح در جهانی که مسیح در آن زیست می کرد اساساً بی‌معنی است. اگر بخواهیم با دقت یک فیزیولوژیست سخنگوییم، در اینجا کلمه دیگری جایگزین راستین نابغه خواهد شد. کلمه ابله. ما وضع بیمارگونه ای از حساسیت در پیوند با حس لامسه سراغ داریم که سبب می شود از ترس با هر تماس و در گرفتن هر شیء محکمی منقبض شود. چون این وضع فیزیولوژیک را به منطق غایی آن حمل کنید، چیزیست چون نفرت غریزی از واقعیت‌ها و گریزیست به جانب در نیافتنی، به سوی درک ناپذیر، نفرتی است از اشکال و مفهوم‌های مکانی و زودگذر، نفرت از هر چیز استوار و از سنت‌ها و نهادهای اجتماعی و روحانیت در مقام عنصری آسوده در دنیایی که هیچ واقعیتی آشفتش نمی‌سازد، در جهانی صرفاً درونی، حقیقی، دنیای جاودان، ملکوت خدا درون شماست. بند 30 صفحه 67. نفرت غریزی از واقعیت نتیجه گنجایی زیاد برای رنج بردن و برآشفتنی است که دیگر نمی‌خواهد ابداً با او تماس گیرند، زیرا هر تماسی را بسیار ژرف احساس می‌کند. محرومیت غریزی از تمام آزها، دشمنی‌ها و احساس‌های محدودیت و دوری نتیجه گنجایی زیاد برای رنج و برآشفتنی است که از همان آغاز تمام مقاومت‌ها، یعنی نیاز به مقاومت و پایداری را چون ناخرسندی تحمل ناپذیری احساس می‌کند. یعنی چیزی زیانبخش و چیزی که غریزه نگاهداری خیشتن منفورش شمرده است و خجستگی و شادی را فقط در تسلیم در برابر کسان و چیزها می داند، نه در بدی و بدکردار، بلکه در عشق چون واحدی یگانه و آخرین امکان زندگانی. اینها هستند دو واقعیت فیزیولوژیک که بر بنیاد آن و از آن آیین رستگاری از گناه سرچشمه گرفته است. من آن را تکامل بیشتر و فرازجویانه شادخاری می نامم که بر پایه‌ای کاملاً بیمارگونه بنیاد شده است. نزدیکترین خویشاوند این اصل به رغم نیروی حیاتی و عصبی اضافی قابل ملاحظه یونانی، فلسفه اپیکور است که آیین رستگاری دنیای الحاد بود. اپیکور یا منحط نمونه، نخستین بار من او را ایگونه شناختم. ترس از رنج، حتی از رنجی بی نهایت اندک، نمیتواند جز در دین عشق پایان یابد. بند 31 صفحه 68. جواب این پرسش را نیز پیشبینی کردم. فرض قضیه این است که نوع بازخرنده گناه در هیئتی بس ناساز و بی اندام به ما ارائه شده است. احتمال بسیار دارد که چنین افجاجی میباید صورت میگرفت. دلایل بسیاری وجود دارد که چرا چنین نمونه‌ای نمیتوانست پاک، کامل، آزاد از پیرایه‌ها باقی بماند.
محفلی که این سیمای عجیب در آن فعالیت داشت، لاجرم بر او تأثیر داشته است. همان گونه که تاریخ و سرنوشت نخستین جامعه مسیحی. این عوامل با ویژگی‌هایی که بعد در پیوند با جنگ‌ها و هدف‌های تبلیغاتی درک می‌شدند، نمونه بازخرنده گناه را غنی ساخت. دنیای عجیب و بیماری که انجیل‌ها ما را به آن رهنمون می‌شوند. دنیایی چون محیط داستانی روسی که کثافت جامعه، بیماری عصبی، ابلهی کودکانه گویی در آنجا وعده دیدار می‌گذارند، باید که این نمونه نوعی را خشن ساخته باشد. نخستین حواریون به ویژه مجبور بودند موجودی را که کاملا در اشاره ها و درک ناپذیری ها غوطه داده شده بود به خامی و ناپختگی خود حمل کنند، به این منظور که آن را دریابند. برای آنان چون این نمونه‌ای نمی‌توانست وجود داشته باشد مگر اینکه به صور آشنای آنها مبدل گردد. آن پیامبر، مسیحا داوری که خواهد آمد، موعظه‌گر اخلاق، معجزه‌گر، یحیای تعمید دهنده، موقعیت‌های بسیاری از این دست که این نوع را نمی‌توان به درستی فهمید. سرانجام بگذار ویژگی حرمت افراطی و به ویژه حرمت گروهی را دست کم نگیریم و این ویژگی اصالت حالات و تمایلات ناآشنا را در موجود حرمت شده از بین می برد. حتی غالباً از دیدن آن نیز در می ماند. باید متاسف بود که هیچ داستایوفسکی گونه‌ای در جوار این طرفه‌ترین فرد منحط نزیسته است. منظورم کسی است که می توانست جذبه هیجان چون این ترکیب عالی بیمار و کودک را احساس کند. نظرگاهی نهایی، انسان نمونه به عنوان نمونه انحطاط می توانست در حقیقت مجموعه تضاد و گوناگونی ویژه‌ای بوده باشد، چون این امکانی را نمی توان به طور کلی از نظر دور داشت، اما تمام شواهد و آثار بر ضد آن است. این سنت می بایست امین و واقعی بوده باشد و ما برای تصور مخالف آن دلایلی در دست داریم. در همان زمان بین موعظه کننده بالای کوه و دریا و دشت با سیمایی چون بودا، اما در سرزمینی بس متفاوت با هند، و سیمای متعصب متجاوز، آن دشمن مهلک حکیم الهی و کشیش که رنان با موزیگری به عنوان استاد بزرگ طنز تجلیل می کند، تضادی دهان باز می کند. من خود تردیدی ندارم که این پیمانه کامل کینه و حتی سرزندگی در واقع از چگونگی تبلیغات به هیجان آمده مسیحی به صورت نوعی سرور و استاد لبالب شده و سرریز کرده است. زیرا آدمی نیک می داند که چگونه اهل فرقه ها استاد خیش را در قالب عذرهای خیش توجیه می کنند. وقتی جامعه ابتدایی به حکیم الهی خردگیری نیاز داشت تا با حکیمان الهی دیگر مقابله کند، خدای خود را بر طبق نیازمندی های خود آفرید. همچنان که آنها بیدرنگ همه مفاهیم غیر انجیلی را که اینک بدون آنها نمی توانستند سر کنند در دهان او گذاشتند. مفاهیمی مانند بازگشت مجدد، روز رستاخیز و انواع وعده ها و آرزوهای این جهانی. بند 32 صفحه 70. تکرار می کنم که من نمی خواهم متعصب را در کسوت بازخرنده گناه ببینم. خود کلمه منیع که رنان به کار می برد پاورقی. ایمپریو متکبر مغرور، خداوندگاری هم معنی می دهد. ادامه مطلب. خود کلمه منیع که رنان به کار می برد این نمونه را نفی می کند. بشارت‌ها دقیقاً نشان می‌دهد که دیگر مخالفانی وجود ندارند و ملکوت الهی از آن کودکان است. ایمانی که اینجا تبیین می‌شود، ایمانی نیست که با مبارزه و کوشش به دست آمده باشد.
از آغاز همانجاست، گویی همان بازگشت به کودکی در قلمرو معنوی است. وقوع بلوغ دیر کرده و کمال نایافته در سازمان موجود زنده در مقام نتیجه تباهی و هر حال برای دانشمندان علم فیزیولوژی شناخته است. چون این ایمانی خشمگین نیست، خردگیر نیست، از خود دفاع نمی کند، شمشیر نمی کشد. در این تصور هم نیست که تا چه اندازه می توانست روزی موجب جدایی گردد. با معجزه و وعده پاداش و کیفر و به یاری کتاب مقدس خود را اثبات نمی کند. او در هر لحظه معجزه خیش، پاداش خیش و دلیل خیش و ملکوت خدای خیش است. این ایمان هیچگاه خود را زیر قاعده و دستور معینی در نمی آورد. زندگانی می کند، با دستور هم مخالفت می ورزد. تصادف به تحقیق، محیط و زبان و آموزش مقدماتی ترکیب خاص مفاهیم را معین می کند. مسیحیت نخستین فقط مفاهیم یهودی سامی را به کار می برد. خوردن و آشامیدن در تناول القربان به این عرصه تعلق دارد. مفاهیمی که کلیسا چون هر چیز یهودی دیگری این همه از آن سوء استفاده کرده است. اما انسان باید دقت کند که در این چیزها جز زبان اشاره و ویژگی سامی و موقعیتی برای ارائه استعاره نبیند، به شرط اینکه آنچه را این ضد رئالیست میگوید صرفاً به معنای لفظی آن تلقی کنیم. اگر این مسیح به میان هندوها میرفت از مفاهیم سانخیا بهره می برد. پاورقی سانخیا واژه سانسکریت یکی از شش دستگاه فلسفی هندوست. آموزش‌های آن حکایت کننده این است که با دانش 25 اصل وجود که با طبیعت یا ماده آغاز می شوند و به روح یا من ختم می گردند و یگانگی این دو خلقت است به سعادت جاودانی می توان رسید. ادامه مطلب. و در میان چینی ها از مفاهیم لاوتسه پاورقی، لاوتسه فیلسوف چینی بنیانگذار تائوئیسم درباره زندگانی و تاریخ به دنیا آمدن و کارهای او پژوهندگان سخنان متفاوتی گفتند. کلمه تائو معنای زیادی دارد، راه، اصل، نظم جهان، طبیعت و غیره. خود لاوتسه میگوید تائویی که از آن بتوان سخن گفت، تائوی جاودانی نیست. از آموزش‌های او فهمیده می‌شود که از دیدگاه او، تائو بنیاد بودن‌ها و هستی‌هاست. عده‌ای معتقدند که لاوتسه در اوایل قرن ششم پیش از میلاد در چین زندگانی می‌کرده است. ادامه مطلب. اگر این مسیح به میان هندوها می‌رفت، از مفاهیم سانخیا بهره می‌برد و در میان چینی ها از مفاهیم لاوتسه و در این میانه هیچ تفاوتی احساس نمی کرد. انسان با نوعی آزادی در بیان می تواند عیسی را روح آزاد بنامد. او به آنچه مسلم و مقرر است توجهی ندارد. این کلمه ثابت یا محرز کشنده است. هر چیز ثابت یا محرزی کشنده است. مفهوم و تجربه زندگانی در تنها شکلی که او می‌شناسد با هر گونه کلمه، دستور، قانون، کیش و اعتقاد تضاد دارد. او فقط از چیزهای بس درونی سخن می‌گوید. زندگانی، حقیقت و یا نور بیان اوست برای چیزهای درونی. دیگر چیزها کل واقعیت، کل طبیعت، خود زبان در نظر او فقط ارزش علامتی یا استعاره‌ای را داراست. از این نظرگاه انسان نباید مطلقاً اشتباه کند اگرچه تعصب مسیحی یعنی تعصب کلیسایی او را به دست یازیدن به این اشتباه برانگیزد. چون این سمبولیست تمام عیاری از قلمرو همه دین‌ها، تصورات، مفاهیم پرستش خدا، تمام تاریخ، علوم طبیعی، تجربه های جهان، کمالات، سیاست، روانشناسی، کتاب ها و هنرها بیرون است. دانش او دقیقاً حماقت محض نسبت به وجود حقایقی از این دست است. او گویی درباره فرهنگ چیزی نشنیده است.
از این رو نیازی ندارد که با آن بجنگد. آن را انکار نمی کند. همین برخورد نسبت به حکومت و جامعه و تمام نظم شهری و کار و جنگ صادق است. هرگز دلیلی در دست نداشت که جهان را انکار کند. بدین معنی که او تصوری از مفهوم کلیسایی درباره جهان نداشت. از این رو دقیقاً آنچه برایش به طور کلی غیر ممکن بود، انکار است. دیالکتیک را نیز فاقد است. بر این اعتقاد هم نبود که ایمان، حقیقت، می توانست با استدلال اثبات شود. دلایل او نور درونی، احساس شادی درونی و اثبات خیشتن است که چیزی جز اثبات به یاری قدرت نیست. چون این آیینی استدلال را هم بر نمی تابد. اصولاً حتی نمی داند که آیین دیگری هم موجود است یا می تواند وجود داشته باشد. نمی داند چگونه تصور کند که عقایدی خلاف عقیده او نیز وجود دارد. هر جا که به چنین عقیده‌ای بر بخورد، با صمیمانه ترین همدردی ها بر این نابینایی ندبه و زاری خواهد کرد، زیرا نور را می بیند، اما هیچ گونه اعتراضی نمی کند. دجال، اثر فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستقید، راوی زرین، فایل ششم، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayebuf.com بند 33 صفحه 72. در تمام روانشناسی انجیل اثری از مفهوم گناه و کیفر موجود نیست، به همین گونه مفهوم پاداش. گناه یعنی هر نوع سردی رابطه بین خدا و انسان منسوخ می شود. بشارتها دقیقا همین است. رستگاری در کار نیست و مشروط به چیزی نیست. تنها واقعیت همین است. بقیه علائمی برای سخن داشتن از آن است. نتیجه چنین شرطی در یک تجربه جدید راه می‌یابد که خود تجربه راستین انجیلی است. این اعتقاد نیست که مسیحی را متمایز می‌سازد. مسیحی عمل می‌کند و مشخص کننده او از دیگران نوع شیوه عمل اوست. نه در قول، نه در قلب، با کسی که با او بدی می‌کند مخالفت نمی‌ورزد. بین خیش و بیگانه و یهودی و غیر یهودی تفاوتی نمی‌گذارد. همسایه او دقیقاً همکیش او، یعنی یهودی است. بر کسی خشم نمی‌گیرد، به کسی اهانت نمی‌کند، نه در دادگاه حاضر می‌شود، نه مدعی دفاع از آن است. سوگند هم نمی‌خورد. در هیچ شرایطی، حتی در مورد خیانت مسلم، زنش را طلاق نمی‌دهد. کلاً و اساساً یک قانون بیش نیست، همه نتیجه یک غریزه است. زندگانی این بازخرنده گناه فقط همین کار بود. مرگش نیز جزئی نبود. او دیگر نیازی به دستور یا شعیره‌ای برای ارتباط با خدا نداشت. حتی نیازی به نیایش نداشت. او حساب خود را با تمام آیین یهودی توبه و آشتی صافی کرده است و می داند که به وسیله تجربه زندگانی است که آدمی الوهیت، عنایت خدا و انجیلی بودن را احساس می کند و همیشه خود را فرزند خدا می شناسد. این نه توبه و نیایش برای بخشایش است که ما را به سوی خدا رهنمون می شود. فقط عمل انجیلی است که آدمی را به سوی خدا می برد. این در واقع خداست. آنچه با انجیل منسوخ شد، مفاهیم یهودی گناه، بخشایش گناه، ایمان، بازخرید گناه به وسیله ایمان بود. همه آموزش‌های روحانیت یهود در بشارت‌ها انکار شده است. غریزه ژرف برای اینکه چگونه آدمی باید زندگی کند تا خیشتن را در بهشت و جاودانه احساس کند.
در حالی که در سایر شرایط به هیچ وجه خود را در بهشت احساس نمی کند. این است تنها واقعیت روانی رستگاری، یعنی شیوه نوین زیستن و نه اعتقادی نو. بند 34 صفحه 74. اگر از این سمبولیست بزرگ چیزی دستگیرم شده باشد، این است که او فقط واقعیت‌های درونی را به جای حقیقت و واقعیت گرفت و بقیه، یعنی آنچه را که مربوط به طبیعت، زمان، مکان و تاریخ بود، همچون مظاهر یا فرصتی برای ارائه استعاره یافت. مفهوم پسر انسان فردی واقعی نیست که به تاریخ تعلق داشته باشد. پسر انسان چیزی فردی و یگانه نبود، بلکه حقیقتی جاوید بود، اشاره‌ای روانی بود که از مفهوم زمان آزاد شده بود. همین نکته در مقیاسی وسیع درباره خدای این سمبولیست نمونه، یعنی ملکوت خدا، ملکوت آسمان و فرزندان خدا صدق می کند. هیچ چیز بیش از این تصورات خام کلیسا از خدا در مقام یک شخص و ملکوت خدا که فرا می رسد و ملکوت آسمان که آن سوی زمان و مکان است و فرزند خدا، یعنی دومین فرد تثلیث، با مسیحیت تباین ندارد. تمام اینها می بخشید آسمان و ریسمان است. و چه آسمان و ریسمانی؟ پاورقی مترجم انگلیسی در ترجمه اصطلاح آلمانی این جمله را آورده است: That is as fitting as a feast in the eye، که به معنی عدم شباهت کامل دو چیز است. Like as chalk and cheese. این همان است که ما آسمان و ریسمان یا فیل و فنجان میگوییم. ادامه مطلب. آسمان و ریسمان انجیل، نگرش از روی بدخواهی نسبت به جهان تاریخی، آن هم در قالب یک مسخرگی سمبولیسم. اما کاملا روشن است آنچه در اشارت یا سمبول پدر و پسر آمده به هیچ وجه بر کسی روشن نیست. این را یقین دارم، کلمه پسر ورود به احساس جمعی درباره دگرگونی همه اشیا یا رستگاری، کلمه پدر متضمن خود این احساس، یعنی حس کمال و ابدیت است. من شرم می کنم آنچه را کلیسا از این سمبولیسم ساخته و پرداخته است یادآور شوم. آیا کلیسا داستان آمفیتریان را در آستانه ایمان مسیحی جای نداده است؟ پاورقی آلکمین، زن آمفیتریان، از همخوابگی با شوهرش خودداری کرد و همخوابگی را مشروط به این کرد که آمفیتریان مرگ برادرانش را تلافی کند. هنگامی که آمفیتریان برای انجام این کار دور شد، زئوس عروس باکره آمفیتریان را اغوا کرد و در نتیجه هراکلس از آلکمین به دنیا آمد. ادامه مطلب. آیا کلیسا داستان آمفیتریان را در آستانه ایمان مسیحی جای نداده است و نیز اصول آبستنی باکره را؟ کلیسا در حقیقت بدین وسیله آبستنی را از قلمرو باکرگی خارج کرد. ملکوت آسمان حسب حال دل است، نه چیزی که بر زمین هبوط کند یا پس از مرگ فرارسد. تصور مرگ طبیعی در بنیاد در انجیل موجود نیست. مرگ نه پل است نه گذار. در انجیل وجود ندارد، چون کاملا از آن جهان دیگری است. جهانی است صرفاً ظاهری که فقط به کار سمبولیسم می آید. لحظه مرگ مفهومی مسیحی نیست. لحظه، زمان، زندگانی بدنی و بحرانهای آن به هیچ وجه برای تعلیم دهندگان یا بشارتها وجود ندارد. ملکوت خدا چیزی نیست که کسی در انتظارش باشد. دیروز و فردا ندارد. در یک هزاره نمی آید. تجربه ایست درون دل. همه جا هست و هیچ جا نیست. بند 35
صفحه 76. این بشارت دهنده همان گونه که زیسته بود مرد، چنان که خود تعلیم داده بود، نه بدین منظور که گناهان بشر را باز خرد، بلکه بدین منظور که نشان دهد آدمی چگونه باید زندگی کند. میراث او برای انسان شیوه کردار اوست، یعنی رفتار او در برابر داوران و نگهبانان و متهم کنندگان و در برابر هر نوع تمسخر و بهتان و سرانجام بر بالای صلیب. او مقاومت نمی کند، از حقوق خیش دفاع نمی کند و برای روی برتافتن از فاجعه‌ای که ممکن است برای او پیش آید اقدامی نمی کند، بلکه آنها را باعث می آید و التماس می کند، رنج می برد. با آنها و حتی در وجود کسانی که به او بدی می کنند عشق می ورزد. سخنانی که بر صلیب خطاب به دزد می گوید همه انجیل را در بر دارد. دزد می گوید به راستی او مرد خدا و فرزند اوست، و نجات دهنده جواب می دهد اگر تو این را احساس کنی تو نیز در بهشت خواهی بود و فرزند خدا. از خود دفاع نکنید و خشمگین نشوید و کسی را مسئول ندانید، حتی در برابر شریر مقاومت نکنید، بلکه او را دوست بدارید. بند 36 صفحه 77. تنها ما جانهای آزاد شرایط لازم برای درک چیزهایی را داریم که در طول 19 قرن بد تعبیر شده است، یعنی چون تمامیت وجود به غریزه و شهوت تقسیم شود، بیشتر از هر دروغ دیگری با دروغ مقدس درگیر می شود. انسان به گونه‌ای وصف ناپذیر از خیرخواهی ما و بی‌طرفی احتیاط‌آمیز ما، از انضباط روح که تنها به وسیله آن پیشگویی چیزهای ظریف و عجیبی از این دست امکان پذیر گشته دور بوده است. انسان در تمام زمانها با خودجویی بی‌شرمانه فقط سود خیش را در این کارها طلب کرده و کلیسا را از ازداد انجیل بنیاد نهاده است. اگر کسی در جستجوی نشانه‌ای بود که الوهیتی طنزآمیز در پس پرده نمایش بزرگ جهانی مشغول کار است، هیچ گونه تکیه‌گاهی در این علامت پرسش بسیار بزرگی که مسیحیت نام دارد نمی‌یافت. انسانیت باید در برابر متضاد آنچه اصل بود و معنی بود، یعنی حق انجیل، زانو زد و در پرتو مفهوم کلیسا آنچه را که بشارت دهنده در زیر پا و پس پشت خیش می‌پنداشت تقدیس کند. بیهوده است که آدمی در جستجوی شکلی مسخره‌آمیزتر از این در جهان تاریخ براید. بند 37 صفحه 77. عصر ما به حس تاریخ خیش می‌بالد. چگونه این عصر ما توانست بپذیرد که این داستان‌های خام معجزه نما و بازخرنده گناه در آغاز مسیحیت پیش آمد و دیگر چیزهای معنوی و سمبولیک تکامل بعدی آن بود؟ برعکس، تاریخ مسیحیت و از همان لحظه مرگ بر صلیب تاریخی است که هر روز در تعبیر ناروای سمبولیسم اصل گامی بیش به جلو برمی داشته است. با رواج دادن مسیحیت در میان توده‌های وسیع‌تر و خشن‌تر که در آنان شرایط پیشبینی که مسیحیت در آن زاده شد بیش و بیشتر مفقود می بود، لازم می آمد که روز به روز مبتذل‌تر و وحشی‌تر شود. حال که چنین بود آیین‌ها و شعائر همه فرقه‌های پنهانی امپراتوری روم و نیز پوچی منطق‌های بیمارگونه را جذب کرد. سرنوشت مسیحیت در ضرورت ایمان آن به رشد بیمارگونه پست و عامیانه نهفته بود، زیرا که شرایطی که باید آن را برآورده سازد بیمارگونه پست و مبتذل بود. این وحشیگری بیمارگونه سرانجام در کسوت کلیسا قدرت را به دست گرفت.
کلیسا این شکل کینتوزی مردبار نسبت به تمام کمالها و شکوهمندیهای روح و انضباط روح و تمام انسانهای دریادل و خیرخواه، ارزشهای مسیحی، ارزشهای شریف، فقط ما هستیم، ما جانهای آزاد که این بزرگترین متضاد همه ارزشها را به صورت نخستین آن برگردانده ایم. بند 38 صفحه 78. در اینجا نمیتوانم آه بر نیاورم. روزهایی هست که احساسی تارتر از سیاهترین افسردگی ها وجودم را میدان تاخت و تاز خیش میسازد و آن احساس تحقیر انسان است. برای اینکه تردیدی به جای نماند که من چه چیز و چه کس را خار میشمارم، میگویم من انسان را، انسان امروز را که با او به حکم سرنوشت هم عصر هستم، تأخیر می کنم. من از دم پلید او خفه می شوم. با توجه به گذشته، من مانند همه دانشوران گذشته بسیار دارم، یعنی دارای خیشتنداری بزرگوارانه هستم. من از دیوان خانه هزار ساله جهان، هرچند نامش مسیحیت و ایمان مسیحی و کلیسای مسیحی است، با احتیاطی آمیخته به افسردگی عبور می کنم. می کوشم بشر را مسئول دیوانگی هایش نشمارم، اما احساسم ناگهان دگرگون می شود، منفجر می شود و بیدرنگ به عصر جدید، عصر خودمان وارد می شوم. عصر ما می داند آنچه پیش از این فقط بیمارگونه بود، اینک ناشایست گشته است. مسیحی بودن در این روزها ناشایسته است و اینجاست که نفرت من آغاز می شود. به پیرامون خود نظر می افکنم. از آنچه پیش از این حقیقت نامیده می شد دیگر حتی اثری نیست. وقتی کشیش کلمه حقیقت را پی در پی به کار می برد، دیگر توان تحملش را نداریم. انسان امروز حتی با فروتنانه ترین ادعای درستی باید بداند که حکیم الهی، کشیش و پاپ نه تنها در هر کلمه‌ای که بر زبان می آورند خطا می کنند، بلکه دروغ می گویند. دیگر حتی این آزادی را هم ندارند که معصومانه یا از نادانی دروغ بگویند. کشیش می داند و دیگران نیز که دیگر خدایی، گناهکاری، بازخرنده گناهی وجود ندارد و اراده آزاد و نظم جهان شمول اخلاق همه دروغ است. توازن خرد، خودچیرگی ژرف هوش دیگر به کسی اجازه نمی دهد که درباره این مطالب نادان بماند. تمام مفهوم های کلیسا آنچنان که هستند بازشناخته شده اند، یعنی بدخواهانه ترین سکه قلبی هستند، تا بدین منظور که طبیعت و ارزش‌های طبیعی را از اعتبار بیافکنند. کشیش را نیزینک در مقام آنچه هست می‌شناسیم، خطرناک‌ترین نوع انگل، عنکبوت مسموم کننده زندگانی. امروز ما می‌دانیم، وجدان ما هم می‌داند که جعلیات منحوس کشیش و کلیسا چه ارزشی دارد و در خدمت چه هدفی است و با چه چیز این حالت بی‌حرمتی به خیشتن انسانی که می‌تواند با دیدن بشر نفرت انگیزد به وجود آمده است. مفهوم‌های آن سوی جهان، روز داوری، جاودانگی روان و خود روح وسیله‌های شکنجه‌اند، اشکال بیدادگری منظمی هستند که به حکم آنها کشیش سالار می شود و سالار باقی می ماند. همگان این را می دانند و با این همه همان گونه که هستند باقی می مانند. کجا رفتند آخرین احساس شایستگی و احترام به خویشتن؟ هنگامی که حتی سیاستمداران ما که از سایر جهات انسانهای بی تعصب و عملا ضد مسیحی تمام عیاری هستند، خود را امروز مسیحی می خوانند و در روز یک شنبه به مراسم عشای ربانی می روند. شاهزاده جوان، فرمانده فوج خیش و در مقام مظهر غرور و گستاخی مردمش شکوهمند است، اما به هیچ شرمی خود را مسیحی می خواند.
پس مسیحیت دیگر چه کسی را انکار می کند؟ چه چیز را جهان می خواند؟ اینک که خود سرباز است، قاضی و میهن پرست است، از خود دفاع می کند، شرافت خود را نگاه می دارد و در پی سود خیش است، مغرور است و سرفراز. فعالیت هر لحظه‌ای، هر غریزه‌ای، هر ارزیابی که به عمل می انجامد، امروز ضد مسیحی است. آه که انسان نوین چه هیولایی از ناراستی و خیانت باید باشد که با این همه شرمنده نیست از اینکه مسیحیش بنامند. بند 39 صفحه 81. برای اینکه مطلب را از سر گیرم، اکنون تاریخ واقعی مسیحیت را بیان خواهم کرد. واژه مسیحیت یک سوء تفاهم است. در حقیقت یک مسیحی وجود داشت و او هم بر صلیب جان سپرد. بشارت دهنده بر صلیب مرد. از آن به بعد آنچه بشارت دهنده نامیده میشد به متضاد آن که با این نام زیسته بود، یعنی به آورنده اخبار ناخوش بدل میگردد. بازدیدن صفت آشکار مسیحی در عقیده‌ای و شاید در اعتقاد به بازخریدن گناه از طریق مسیح تا سرحد پوچی خطاست. فقط زندگانی از آن نوع زندگانی آن کس که بر صلیب مرد مسیحی است. حتی امروز چون این زندگانی ممکن است، برای بعضی انسان‌ها حتی ضروری است. مسیحیت نخستین و اصیل در تمام زمان‌ها ممکن است. نه عقیده، بل عمل و بالاتر از همه انجام ندادن بسا چیزها و بودنی متفاوت با دیگران است که اهمیت دارد. حالات دانستگی، اعتقاد از هر نوع و در مثل چیزی را حقیقی پنداشتن که بر روانشناسان پوشیده نیست. آری، اینها از رده اموری کاملا بی اهمیت هستند و در مقایسه با ارزش غریزه ها از لحاظ اهمیت در ردیف پنجم قرار می گیرند. به سخن دقیق تر، کل مفهوم علیت روانی نادرست است. دگرگونی وجود از مسیحی و مسیحی بودن به سوی چیزی که حقیقی باشد، نمودنگاری آگاهی باشد، به معنای نفی مسیحیت است. به راستی هیچگاه مسیحیانی وجود نداشتند. فرد مسیحی که 2000 سال است مسیحی خوانده می شود، سوء تفاهمی روانی است. با دقت بیشتر می بینیم آنچه بر مسیحی به رغم تمام ایمانش حکم فرمایی کرده فقط غریزه های او بوده است و آن هم چه غریزه هایی. ایمان، در مثل ایمان مارتین لوتر، همیشه فقط ردا، تظاهر و پرده‌ای بوده است که در پس پشت آن غریزه ها به بازی خود پرداختند. با چه نیرنگی چشم را بر این چیرگی غریزه های مسلم بستند. ایمان که من آن را نیرنگ واقعی مسیحی خواندم، آری ایمان، انسان همیشه از ایمان سخن گفته ولی همیشه به حکم غریزه عمل کرده است. دنیای اندیشه های مسیحی در بردارنده چیزی نیست که تا این اندازه بتواند حتی با واقعیت تماس یابد. از سوی دیگر ما در نفرت غریزی نسبت به واقعیت، عنصر محرک، یعنی تنها عنصر محرک ریشه های مسیحیت را باز شناخته ایم. حاصل آن چیست؟ این که در اینجا نیز در دانش شناخت و روان نیز خطا اساسی است. یعنی تعیین کننده جوهر است. یعنی ذات است. با جابجا کردن مفهوم و با جایگزین کردن حقیقتی همه مسیحیت فرو می ریزد و نابود می شود. از دیدگاهی فراتر، این عجیبترین واقعیت‌ها، دینی که نه تنها با خطاها استحکام پذیرفت، بل دینی که جعلی بود و فقط در زیان بخش بودن اصالت داشت و در خطاهای مسموم کننده زندگانی و دل مشخص بود، چون منظر تماشایی برای خدایان باقی ماند. یعنی برای عالمان دین که در این حال فیلسوفند، و من در مثل در آن گفتگوی مشهور در جزیره ناکسوس با آنها برخوردم. پاورقی ناکسوس یکی از جزیره های یونان در دریای اژه که مدتی در اختیار ایرانی ها بود.
نام یکی از کتاب‌های نیچه که حاوی یادداشت‌های پراکنده اوست و پس از مرگش به چاپ رسید. ادامه. در لحظه‌هایی که نفرتشان آنها را ترک می‌کند و ما را نیز، از دیدن مسیحی سپاسگزار می‌شوند. شاید فقط به جهت این مورد عجیب باشد که این ستاره کوچک حقیر که زمینش مینامند شایسته عنایت خدا و یگانگی آدمی با خداست. باری این مسیحی را کم نگیریم. مسیحی که تا حد بیگناهی دروغ است از بوزینه نیز در می‌گذرد. نسبت به مسیحیان فرضیه مشهور هبوط به مرتبه حیوان فقط یک تعارف محض است. بند 40 صفحه 83. سرنوشت بشارت دهنده با مرگ تعیین شد، بر صلیب آویخته شد. تنها مرگ بود، این مرگ شرم‌آور غیر منتظره. تنها صلیب بود که به طور کلی برای اقنام الله یا عوام الناس ذخیره شد. فقط این مسئله متناقض وحشتناک بود که حواریون مسیح را با این معمای حقیقی روبرو ساخت. او که بود؟ چه بود؟ احساس ترس و نومیدی ژرف آنها، بدگمانی از اینکه چون این مرگی میتوانست هدفشان را انکار و رد کند و این علامت پرسش ترسناک چرا چنین شد؟ چون این وضعی کاملا مفهوم بود. اینجا همه چیز میبایست ضروری، با معنی، منطقی و تا نهایت درجه منطقی باشد. عشق مرید تصادف نمیشناسد. فقط اینک این ورطه دهان گشود. چه کسی او را کشت؟ دشمن طبیعی او که بود؟ این پرسش چون شعله آذرخش پیش آمد. پاسخ: یهودیت حاکم، طبقه اشراف آن. از این پس انسان احساس می کرد که با نظم اجتماع در افتاده است و در پی آن دانست که عیسی بر ضد نظم اجتماع شوریده است. تا آن لحظه این نشانه جنگ طلبانه، این نشانه منفی در کردار و گفتار و در سیمای او نبود، بلکه مغایر آن بود. جامعه کوچک آشکارا نتوانسته بود دقیقاً نکته اساسی یعنی عنصر عبرت‌آموزی را که در شیوه مردن او نهفته بود و رهایی از هر نوع احساس آزردگی و چیرگی بر آن را دریابد. و اینها نشانه این است که درباره او چه اندک می‌دانستند. عیسی خود نمی‌توانست از مرگش آرزویی جز این داشته باشد، آرزوی اینکه آشکارا سخت‌ترین آزمایش را پیش کشد و دلیل آموزش‌های خود را به محک زند. اما حواریونش هیچگاه بر مرگ او نبخشیدند، مرگی که در عالی‌ترین مفهوم با انجیل مطابقت داشت. و بگذاریم از اینکه خود با دلی سرشار از مهربانی و صفا تن به چنان مرگ مشابهی ندادند. دقیقاً عواطف مغایر با احکام انجیل، یعنی حس انتقامجویی بازچیرگی یافت. البته قضیه احتمالاً نمیتوانست با مرگ او به پایان رسد. انسان نیازمند کیفر و داوری بود و چه چیز بیش از کیفر و به داوری نشستن میتوانست مغایر انجیل باشد؟ انتظار همگیر ظهور یک مسیح بار دیگر در پیش نما قرار گرفت. لحظه تاریخی رخ نمود. ملکوت خدا فرا می رسد تا درباره دشمنانش به داوری نشیند. اما با این کار همه چیز بد تعبیر می شود. ملکوت خدا همچون آخرین اقدام و یک وعده تلقی می شود، زیرا مسیح خود دقیقاً فقط هستی، انجام و واقعیت این ملکوت بوده است. مرگی چون مرگ مسیح دقیقاً همین ملکوت خدا بود. اکنون تمام آن تحقیرها و طعنه‌ها نسبت به فریسی‌ها و الهیون در ساختن نمونه یک خداوندگار به کار رفت و بدین وسیله از مسیح یک فریسی و حکیم الهی ساخت. از سوی دیگر احترام خشماگین این ارواح زهوار در رفته
دیگر نتوانست برابری حقوق مبتنی بر احکام انجیل را که مسیح تعلیم داده و حکایت این بود که همه مردم فرزندان خدا هستند برتابد و انتقام آنان این بود که عیسی را به شیوهی افراط‌آمیز تجلیل کنند و از خود جدا سازند، درست همانطور که یهودیان برای انتقام از دشمنان خیش پیش از آن خدایشان را از خود جدا ساخته و او را والایی بخشیده بودند. خدا و پسر یگانه خدا هر دو دستاورد خشم و آزردگی هستند. بند 41 صفحه 85. و آنگاه مسئله مضحک پیش آمد، چگونه خدا می توانست چنان کاری را اجازه دهد؟ برای این پرسش خرد آشفته جامعه کوچک پاسخی به نهایت مضحک یافت. خدا پسرش را برای بخشش گناهان قربانی کرد. با این عمل کار انجیل ساخته شد. قربانی گناه و آن هم به زننده ترین و وحشی ترین صورت، قربانی کردن انسانی بیگناه برای گناه گناهکاران. چه بیدینی آشکاری، زیرا عیسی خود مفهوم گناه را کنار گذاشته و هر گونه فاصله‌ای بین خدا و انسان را انکار کرده بود. او این یگانگی خدا و انسان را در وجود بشارت‌هایش زنده داشت و نه در مقام حق امتیاز ویژه‌ای. از این پس قدم به قدم این نظریه ها در صورت اصلی بازخرنده گناه وارد می شود. نظریه داوری و ظهور مجدد، نظریه مرگ مسیح چون قربانی، نظریه روز رستاخیز که با آنها کل مفهوم آمرزش و تنها و تمام حقیقت بشارت دهنده رنگ نیرنگ می خورد برای خیر و صلاح مردم، آن هم به سود حالتی پس از مرگ. پولس با گستاخی خاخام‌های یهود که در هر حال مشخص اوست، این تعبیر را بر بنیاد منطق استوار ساخت، یعنی ناپاکی چنین تعبیری را منطقی کرد، بدین گونه که اگر مسیح از میان مردگان برنخیزد ایمان ما بیهوده است. ناگهان بشارت دهنده به صورت حقیرترین وعده های وفا نشدنی و نظریه بیشرمانه جاودانگی فردی در آمد. پولس خود نیز این را در مقام یک پاداش حتی تعلیم داد. دجال، نویسنده فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستقی، راوی زرین. فایل هفتم تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayebuf.com بند 42 صفحه 86. انسان در میابد که با مرگ بر صلیب چه چیز به پایان آمد. پیش در آمدی نوین و کاملا مهم بر جنبش صلح بودایی و آغازی بر خوشبختی واقعی نه وعده داده شده در روی زمین. همانطور که پیش از این تأکید کردم، این نکته تفاوت بنیادی این دو کیش انحطاط باقی می ماند. کیش بودا وعده نمی دهد بلکه وفا می کند. اما مسیحیت هزاران وعده می دهد ولی حتی به یکی از آنها هم وفا نمی کند. در پی بشارتها بدترین وعده ها آمد. وعده های پولس. در وجود پولس نمونه متضاد بشارت آورنده تجسد یافت. نابغه نفرت، نابغه رویای نفرت و منطق سنگدل نفرت. آه که این ضد انجیل چه چیزها را که فدای نفرت خود نکرد. از همه بیشتر بازخرنده گناه را فدا کرد. او را بر صلیبش میخکوب ساخت. و زندگانی، سرمشق، آموزش، مرگ و حتی تمام انجیل را. آری، آنگاه که این قلب کار نفرت زده، آنچه را که فقط خود او میتوانست به کار برد به چنگ آورد، دیگر چیزی به جا نماند.
نه واقعیت برجاماند و نه حقیقت تاریخی. بار دیگر غریزه روحانی یهودی همان خیانت بزرگ را بر ضد تاریخ مرتکب شد. صاف و ساده دیروز و پریروز مسیحیت را محو کرد و برای خیش تاریخی درباره مسیحیت نخستین ابداع کرد. از این هم فراتر رفت، تاریخ اسرائیل را بارها تحریف کرد تا بدین منظور که این تاریخ را مقدمه داستان خود قرار دهد. تمام پیامبران درباره بازخرنده گناه سخن گفته بودند. کلیسا نیز در پی آن حتی تاریخ بشری را به صورت تاریخ پیش از مسیحیت تحریف کرد. آن نمونه بازخرنده گناه، آیین، عمل، مرگ، مفهوم مرگ، حتی دنباله مرگ را نیز تحریف کرد. هیچ چیز دست نخورده باقی نماند. هیچ چیز را که کمترین نشانه همانندی با واقعیت داشت به حال خود باقی نگذاشت. پولس به طور صاف و ساده مرکز ثقل هستی را به هستی آن سوی انتقال داد. آن هم در وجود دروغ مسیح برخاسته از میان مردگان. در واقع او کاملا نتوانست از زندگانی بازخرنده گناه بهره‌ای برگیرد. به آنچه نیاز داشت مرگ بر صلیب بود و به چیزی اضافی نیز. پنداشتن پولس در مقام آدمی شرافتمند که خانهش مرکز اصلی روشنفکران رواقی بود که از وهم و خیال دلیل می سازد و می گوید بازخرنده گناه هنوز زنده است، یا حتی باور داشتن داستانش مشعر بر این که وهم و شبهی را دیده است، باید از جانب یک روانشناس حماقتی محض به شمار آید. پولس هدف را اراده کرد و به دنبال آن وسیله های رسیدن به هدف را، و از این رو آنچه را که خودش باور نداشت، ابلهانی که آموزش های وی را در میانشان پراکنده کرد باور کردند. نیازمندیش قدرت بود. با پولس باز هم کشیش به جستجوی قدرت برخاست. او توانست فقط آن مفهومها، آموزشها، نشانه‌هایی را به کار گیرد که انسان می‌تواند به کمک آنها بر توده‌ها بیدادگرانه حکومت کند و سرانجام نشانه‌هایی که رمه‌ها را تشکیل می‌دهد. تنها چیزی که محمد از مسیحیت به وام گرفت چه بود؟ اختراع پولس، وسیله‌های او برای پابرجا ساختن استبدادی کشیشی، برای ساختن و پرداختن رمه‌ها، وام گرفتن اعتقاد به جاودانگی، یعنی آیین داوری. بند 43 صفحه 88. اگر انسان مرکز گرانی زندگانی را از زندگانی به آن سوی این زندگانی، یعنی به نیستی انتقال دهد، چون این زندگانی را از مرکز گرانی خود عاری کرده است. دروغ بزرگ جاودانگی شخصی، خردمندی و طبیعی بودن غریزه ها را کاملا نابود می کند. آنچه سالم است، آنچه زندگانی را رونق می بخشد و آینده را در غریزه ها تضمین می کند، از این پس بدگمانی را برمی انگیزد. زندگانی بدینسان خالی از معنی است. اکنون تردید معنی زندگانی می شود. پس منظور از خیرخواهی برای مردم، حق‌شناسی نسبت به آیندگان و پیشینیان، معنی همکاری، اعتماد و در نظر گرفتن یا پیش بردن خیر عامه چیست؟ وسوسه ها بیشمار و انحراف از راه مستقیم زیاد است و در این رهگذر به یک چیز نیاز است، اینکه در مقام روحی جاوید هر کس با دیگری برابر است و در کلیت باشنده ها رستگاری هر فرد مجاز است حقی بر لحظه جاودانه داشته باشد، و نیز اینکه متعصبان حقیر و آن نیمه شوریدگان مجازند تصور کنند که بر آنان قوانین طبیعت مدام نقض می شود. چون این ترقی دادن انواع خودخواهی ها به سوی ابدیت، به سوی بیشرمی را هر اندازه تأخیر کنیم باز کم است.
با این همه مسیحیت پیروزی خود را مدیون همین چاپلوسی ترحم‌انگیز و خودخواهی است. با این ویژگی است که مسیحیت همه چیزهای بدسرشت، شورشندیش، پست و تمام توفاله ها و تهمانده های نسل بشر را به سوی خود کشیده است. رستگاری روح به عبارت ساده یعنی جهان برگرد من میچرخد. زهر اصل اعتقاد به حق مساوی برای همگان. این دانه را مسیحیت بیشتر از هر کیش دیگری افشانده است. مسیحیت از پنهانی ترین زوایای غریزه های پست بر ضد هر گونه حس احترام و تفاوت بین انسان ها و علیه شرایط مقدماتی هر نوع والایی و افسایش فرهنگ جنگی تا سرحد مرگ به پا کرده است. سلاح عمدش را در کوره درد و رنج توده ها بر ضد ما آب داده است. علیه هر چیز شریف، شاد و بلند روح بر روی زمین، بر ضد خوشبختی ما بر این کره خاک، ابدیتی که به این و آن ارزانی شد، بزرگترین و بدخواهانه ترین تجاوزی بود که تا کنون بر انسانیت اصیل روا داشته شده است. بیایید مصیبتی را که از مسیحیت حتی در سیاست رخنه کرده است کم نشماریم. امروز دیگر هیچ کس آن شهامت را ندارد که امتیازهای ویژه و یا حق حکمرانی برای خود را مطالبه کند. دلیری این که احساس احترامی نسبت به خود و همسنگانش داشته باشد، جرأتی برای شور و اشتیاق امتیاز و فاصله. سیاست ما به دلیل همین ترس بیمار است. جهان‌نگری اشرافی با دروغ برابری جانها به طور عمیقی بی‌آبرو شده است. و اگر اعتقاد به حق امتیاز بیشترینان انقلاب‌ها برپا می‌کند و ایجاد آنها را دنبال خواهد کرد، بیایید تردیدی نداشته باشیم که این همانا مسیحیت و داوری ارزش مسیحی است که هر نوع انقلابی را به یک جنایت و خونریزی محض تبدیل می‌کند. مسیحیت شورشگری تمام چیزهایی است که بر زمین می‌خزند و بر ضد آنچه شکوهمند است قد برمی‌افرازند. قانون فرودستان فرودست می‌پرورد. بند 44 صفحه 90. انجیل‌ها برای اثبات فساد مقاومت ناپذیر جامعه‌های نخستین مسیحی دلایل ارزنده‌ای هستند. آنچه پولس بعدها با منطق بدخواهانه و خواخام معابانه خود در اثبات آن کوشید، تباهی و فسادی بود که هم آن زمان و پس از مرگ بازخرنده گناه آغاز شده بود. انسان هرگاه انجیلها را می‌خواند، باید دقت کند که فریب نیرنگ کلام را نخورد. در زیر هر کلمه‌ای مشکلی وجود دارد. امیدوارم مرا ببخشایید، زیرا اعتراف می‌کنم که آنها درست به همین دلیل مایه بهترین لذت برای روانشناسان گران مایه هستند. همچون ضدیت با هر نوع تباهی ساده لوحانه و چون تهذیبی به تمام معنی و در مقام هنرمندی در قلمرو تباهی روانی، انجیلها همگی از یک قماشند. تورات به طور کلی مقایسه ناپذیر است. در میان یهودیان یگانه است. اگر قرار باشد که رشته مطلب را از دست ندهیم، نخستین گام همان تورات است. این تظاهر شخص به تقدس که در اینجا به نبوغی مطلق بدل می گردد و از آن زمان تا کنون در میان کتابها و انسانها همسنگ نداشته است، این مجموعه کلمات و برداشت‌های دروغین در مقام هنر محصول تصادفی استعداد فردی یا دستاورد طبیعتی استثنایی نیست. این چگونگی مستلزم وجود نژادی است. فن دروغ مقدس و کل یهودیت و مکتب و فنی که همراه با عالی‌ترین جد برای صدها سال دنبال می‌شده است در وجود مسیحیت کمال می‌یابد. فرد مسیحی این نسبت قایی دروغ بار دیگر به یهودی بدل شده است. آن هم نه یک بار، بل چندین بار.
خواست این که به عنوان مسئله اساسی مفهومها و اشارهها و تلقیهایی را که در کار کشیش جلوگر می شود، چون اصل به کار گیریم و بنا به غریزه کلیه رویه های دیگر و هر نوع مشاهده دیگری را در قلمرو ارزش‌ها و کاربرد عملی آنها به دور افکنیم، سنت نیست، بلکه میراث است. تنها در مقام میراث است که تأثیر کیفیتی طبیعی را داراست. تمام بشریت، حتی روشن‌ترین اندیشه‌های بهترین دوره‌ها، با یک استثنا که شاید آن هم فقط یک هیولاست، به این فریب تمکین کردند. انجیل ها را چون کتاب بیگناهی به مطالعه گرفتند. نشانه های ریایی مزورانه در آنها اندک نیست. اگر در آنها نظر افکنیم ولو به طور سطحی، کار همه این متعصبان یگانه و قدیسان ساختگی زار خواهد بود و به همین دلیل است که من هرگز دقیقاً کلمه ای از آن را نخواندم که ندانم که کار این حضرات زار است. آنها به شیوهی سر بر آسمان برمی کنند که من تاب تحملش را ندارم. خوشبختانه کتاب ها برای بیشتر مردم فقط ادبیات به شمار می رود. انسان نباید بگذارد که گمراه شود. آنها می گویند حکم مکن. اما آنچرا که سد راهشان است به دوزخ می فرستند. وقتی اجازه می دهند که خدا حکم کند، بدین وسیله خودشان حکم می کنند. با شکوهمند ساختن خدا، خود را شکوهمند می سازند. با طلب کردن آن فضیلت‌هایی که دقیقاً خود شایسته آنها هستند یا خودشان نیازمندند که در سرلوحه این فضیلت‌ها قرار گیرند، چهره مبارزه برای به دست آوردن تقوا یا تلاش برای پیروزی تقوا به خود می گیرند. ما زندگانی می کنیم، می میریم و خود را برای نیکی فدا می کنیم. حقیقت، نور، ملکوت خدا. در حقیقت آنها کاری را انجام می دهند که ناگزیر از آنند. در حالی که راه خود را به شیوهی موزیانه می گشایند، در زوایا می نشینند و زندگانی مبهمی را در سایه ها می گذرانند و از این طرز زندگانی وظیفه‌ای می سازند. زندگانی فروتنانه آنها چنان وظیفه‌ای می نماید، چون خاکساری خود دلیل بیشتری بر تقواست. آه از این حالت فروتن، پاک و شفقت آمیز دروغین محض. برای ما خود فضیلت گواه خواهد بود. انجیل ها را چون کتاب اغوا کننده از طریق اخلاق به مطالعه گیرید. این مردم حقیر اخلاق را به خود اختصاص دادند و می دانند که به چه درد می خورد. با اخلاق می توان بر مردم سوار شد. واقعیت این است که در اینجا آگاه ترین غرور گزیدگان در مقام خاکساری موضع گرفته است. انسان در اینجا خود را، جامعه را، نیک و دادگری را برای نخستین و آخرین بار در یک طرف قرار داده است، یعنی در جانب حقیقت، و بقیه یعنی جهان را در جانب دیگر. این مهلک‌ترین نوع خود بزرگ شماری است که تاکنون در جهان دیده شده است. این متعصبان و دروغ پردازان ناقص الخلقه حقیر برای جدا کردن خود از جهان اندک اندک حقی بر مفهوم‌های خدا، حقیقت، نور، روح، عشق، خرد و زندگانی خواستار شدند. تو گویی که این مفهوم‌ها مترادف وجود خودشان بود. این یهودیان حقیر و فاضل نما که در خور هر نوع دیوانه خانند، سکه ارزش‌ها را کج و مج کردند و به قالب خود زدند. تو گویی فقط مسیحی مفهوم و معنی و سرگل و نیز معیار و یا دادگاه و داور بقیه انسان هاست. تمام این مصیبت‌ها امکان یافت به این دلیل که در گذشته در جهان خود بزرگ شماری به گوهر که همان خود بزرگ شماری نسبی نژادی یعنی یهودیت است وجود داشت. همین که ورطه میان یهودی‌ها و یهودی‌های مسیحی شده دهان گشود، برای اینان چاره دیگری نبود جز اینکه شیوه‌های سرشت نگاهداری خیشتنی را که غریزه یهودی پدید آورده بود بر ضد خود یهودیان به کار برند.
مسیحی فقط یهودی است، البته با اعترافی آزادانه تر. بند 45 از صفحه 93. من از آنچه این مردمان حقیر در سر می پروراندند و در دهان استاد خود گذاشتند، مثالی چند به دست می دهم. اعترافات ارواح زیبا همه و همه. و هر جا که شما را قبول نکنند و به سخن شما گوش نگیرند، از آن مکان بیرون رفته خاک پاهای خود را بیفشانید تا بر آنها شهادتی گردد. هر آینه به شما میگویم حالت سدوم و قموره در روز جزا از آن شهر سهل‌تر خواهد بود. چقدر نوید بخش است. پاورقی مرقس باب ششم آیه 11 ترجمه فارسی کتاب مقدس صفحه 63 1959 ادامه. و هر که یکی از این کودکان را که به من ایمان آورند لغزش دهد، او را بهتر است که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته در دریا افکنده شود. پاورقی مرقس باب نهم آیه 42 ادامه. چقدر نوید بخش است. و هرگاه چشم تو را لغزش دهد، قلعش کن، زیرا تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی از آنکه با دو چشم در آتش جهنم انداخته شوی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نیابد. پاورقی مرقس باب نهم آیه 47 و 48 ادامه. البته دقیقاً منظور چشم نیست. هر آینه به شما می گویم، بعضی از ایستادگان در اینجا می باشند که تا ملکوت خدا را که به قوت می آید نبینند، زائقه موت را نخواهند چشید. پاورقی مرقس باب نهم آیه 1. به بعض این دروغ ای شیر مرد. هر که خواهد از عقب من آید، خیشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید، زیرا پاورقی مرقس باب هشتم آیه 34 و 35 ادامه. مشاهده یک روانشناس، اخلاق مسیحی با همین زیراهایش مردود شده، استدلالهایش خاص رد کردن است و از این رو مسیحی است. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود، زیرا بدان طریق که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد. متا باب هفتم آیه 1. چه تصوری از دادگری و دادگر عادل. زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ اصل عشق مسیحی می خواهد مزدش را خوب بدهند. اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید. پاورقی متا باب ششم آیه 15 ادامه. بسیار مصالحه آمیز به ویژه برای پدر یاد شده در بالا. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. پاورقی متا باب ششم آیه 33 ادامه. این همه یعنی خوراک، پوشاک و ضروریات زیست. به سخن ملایم لغزشی است. کمی پیشتر از این آیه خدا چون یک خیاط، آن هم در شرایطی ویژه ظاهر می شود. در آن روز شاد باشید و وجد نمایید، زیرا اینک اجر شما در آسمان عظیم می باشد، زیرا که به همین طور پدران ایشان با انبیا سلوک نمودند. پاورقی لوقا باب ششم آیه 23 ادامه. ناکس بی‌شرم خود را همکنون با پیامبران مقایسه می کند. آیا نمی دانید که هیکل خدا هستید
و روح خدا در شما ساکن است، اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد، زیرا هیکل خدا مقدس است و شما آن هستید. پاورقی رساله اول به قرنتیان باب سوم آیه 16 و 17 هیکل مساوی با معبد. ادامه این کلمات را هر قدر تحقیر کنیم جا دارد. آیا نمی دانید که مقدسان دنیا را داوری خواهند کرد و اگر دنیا از شما حکم یابد آیا قابل مقدمات کمتر نیستند؟ پاورقی رساله اول به قرنتیان باب ششم آیه 2 ادامه بدبختانه فقط یاوه‌گویی های یک دیوانه نیست. این شیاد هولناک سخن خود را چنین ادامه می دهد. آیا نمی دانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد تا چه رسد به امور روزگار؟ مگر خدا حکمت این جهان را جهالت نگردانیده است، زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا ترسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایماندار آن را نجات بخشد. در اینجا انسانهای خردمند به حسب جسم انسانهای نیرومند و شریف دعوت نمی شوند، بلکه خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد و خسیسان و محقران خدا را برگزید بلکه نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. پاورقی به قرنتیان باب اول آیه 20 به بعد. برای درک این باب، یعنی این سند دست اول روانشناسی اخلاق نجس ها، خواننده باید مقاله نخست نسبنامه اخلاق مرا بخواند. در آنجا تضاد بین اخلاق شریف و اخلاق نجس ها که زاده رنجش و انتقام از روی ناتوانی است، برای نخستین بار روشن شده است. پولس یکی از بزرگترین هواخواهان انتقام بود. بند 46 صفحه 97 از اینها که گفتیم چه برمی آید؟ اینکه انسان باید به هنگام خواندن عهد جدید دستکش به دست کند. نزدیکی با این همه پلیدی انسان را به این کار وامی دارد. انسان دیگر مجبور نیست سر و کار داشتن با مسیحیان نخستین را از دمسازی با یهودیان لهستانی بیشتر برتری دهد. و نیازی نیست به اینکه حتی نکته ای را هم علیه آنها اثبات کند. هیچ یک از آن دو بوی خوشی ندارند. من بیهوده در عهد جدید در جستجوی حتی یک نشانه همدردی و همفکری برآمدم. هیچ چیز آزادانه، نیکخواه، دریادل و شرافتمندانه در آن ندیدم. نخستین گام انسانیت از اینجا آغاز نمی شود. احساس پاکیزگی در اینجا وجود ندارد. در عهد جدید فقط غریزه های ناپاک دیده می شود. در آن حتی دلیلی برای سیراب کردن غریزه های ناپاک نیست. در آن همه چیز ترس و بزدلی است، خودفریبی و دیده بر خود فرو بستن است. اگر کسی عهد جدید را بخواند، هر کتاب دیگری در نظرش منزه می آید. مثالی بزنم، پس از خواندن رساله پولس بیدرنگ با شادی پترونیوس را که شوخترین و دلزنده ترین طنز نویسان است خواندم. درباره او میتوان جمله ای را که دومینیکو بوکاچیو به دوک پارما درباره سزار بورژیا نوشت بازگو کرد. در همه جشن ها بودن، جاودانه تندرست، جاودانه شاد و نیکو سرشت. زیرا این متعصبین حقیر در مسائل عمده اشتباه حساب دارند، حمله می کنند، اما به هر چه می تازند ممتازش می سازند. هر کسی که مورد حمله مسیحیان نخستین قرار گرفته از این حمله بدنام نشده است، برعکس مخالف مسیحیان نخستین خود افتخاری است. محال است که انسان عهد جدید را بخواند
و در خود احساس هواخواهی نسبت به آنچه در آن مورد حمله قرار گرفته است نکند. دیگر بگذریم از حکمت این جهان که گزافه‌گوی گستاخ بیهوده کوشید آن را مغشوش کند. اما حتی کاتبان و فریسیان از داشتن چنین مخالفی سود می‌برند. یقیناً ارزشی داشتند که با چنین وضع ناشایسته‌ای مورد بغض قرار گرفتند. ریاکاری این ثروتی است که از مسیحیان نخستین به ارث رسیده است. کاتبان و فریسیان مردمان ممتازی بودند. همین کافی بود. نفرت به شیوه نجسا به دلایل بیشتری نیاز ندارد. نخستین مسیحی و آخرین مسیحی که میترسم عمرم کفاف دهد تا او را ببینم، از لحاظ غریزه های پست خیش بر ضد آنچه ممتاز است طغیانگری است. او پیوسته برای برابری حقوق زندگانی میکند و میجنگد. اگر دقیق تر شویم، راه و چاره دیگری ندارد. اگر کسی بخواهد به تن خیش گزیده خدا یا هیکل خدا یا داور فرشتگان باشد، آنگاه باید هر اصل دیگر گزینش، در مثل گزینشی بر بنیاد کمال، هوش، مردانگی و غرور، زیبایی و آزادگی دل، به طور ساده از امور روزگار یا تباهی همانند آن به شمار آید. نتیجه اخلاقی: هر سخنی در دهان نخستین مسیحی دروغی و هر کاری که به انجام می‌رساند کذبی غریزی است. کل ارزش‌ها و مقاصد او زیان‌آورند، اما آن کس و آنچرا که منفور می‌دارد ارزشمند است. مسیحی و به ویژه روحانی مسیحی خود محک ارزش‌هاست. آیا باید باز اضافه کنم که در سرتاسر عهد جدید فقط یک سیمای شاخص وجود دارد که انسان ناچار است او را احترام کند؟ پیلاتوس، حاکم رومی. آیا مسئله یهودی را به جد گیرد؟ او نمی تواند به این کار گردن نهد. یک یهودی بیشتر یا کمتر چه اهمیتی دارد؟ تحقیر اصیل یک رومی که در برابرش واژه حقیقت تحریف می شود، عهد جدید را با تنها سخنی که ارزشمند است غنی می سازد. سخنی که نقد مسیحیت و یا شاید حتی نابودی مسیحیت است. پیلاتوس می پرسد حقیقت چیست؟ بند 47 صفحه 99. آنچه ما را از ایشان جدا می سازد این نیست که ما خواه در تاریخ یا در طبیعت و یا آن سوی طبیعت خدایی نمی شناسیم، بلکه این است که ما در می یابیم آنچه را به عنوان خدا احترام کردند خدا مانند نبوده، بلکه چیزی شایسته ترحم، بیخردانه و زیانبخش است. تنها یک خطا نیست، بلکه جنایتی بر ضد زندگانی است. ما خدا را در مقام خدا انکار می کنیم. اگر وجود این خدای مسیحیان برای ما ثابت شود، به دانستن این نکته کمتر نیازمندیم که چگونه به او ایمان آوریم. در عبارتی ساده، خدایی بدان گونه که پولس آفرید انکار خداست. دینی چون مسیحیت که در هیچ نقطه با واقعیت تماس ندارد و همین که واقعیت مقام شایسته خیش را بازیابد، طبعاً باید دشمن مرگبار حکمت این جهان باشد، یعنی دشمن علم باشد. تمام تدابیری را که به وسیله آنها میتواند در اختیار گرفتن هوش، روشنی و جدیت در مسائل آگاهی معنوی، خونسردی شریف و آزادی هوش را زهراگین و نابود کند و به بدنامی کشد، تایید میکند. ایمان همچون فرمانی مطلق رأی قاطع مخالفی بر ضد علم است و در عمل دروغی است به هر قیمت. پولس نیاز به دروغ یعنی نیاز به ایمان را دریافت، سپس کلیسا نیز او را. خدایی که پولس برای خود ابدا کرد، خدایی که حکمت این جهان را جهالت می‌گرداند، به مفهومی دقیق‌تر حکمت این جهان یعنی دو دشمن بزرگ تمام خرافات و موهومات، زبانشناسی و پزشکی، در حقیقت تصمیم قاطع پولس به انجام چنین کاری است،
یعنی اراده خیشتن را خدا یا به اصطلاح خودش قانون بنامد. پاورقی واژه تراب در اصطلاح پولس به معنی قانون است. ادامه و این جوهر خصلت یهودی است. پولس می‌خواهد حکمت این جهان را جهالت گرداند. دشمنان او زبانشناسان و پزشکان شریف حوزه اسکندریه بودند و او به آنها اعلام جنگ می‌دهد. به راستی اگر انسان ضد مسیحی نباشد، نمی‌تواند زبانشناس و پزشک باشد، زیرا انسان در مقام زبانشناس آن سوی کتاب‌های مقدس را می‌بیند و چون پزشک مسیحی نمونه را در پشت تباهی زیستی می‌نگرد. درباره کتاب‌های مقدس پزشک می‌گوید درمان ناپذیر و زبانشناس می‌گوید نیرنگ. دجال اثر فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستقی، راوی زرین، فایل هشتم، بند 48، صفحه 101، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayboof.com آیا به راستی داستان مشهوری را که در آغاز تورات آمده درک کردند؟ داستان وحشت مرگبار خدا از علم؟ نه، این داستان را در نیافتند. این کتاب کشیشان طبق معمول با مشکل درونی کشیش آغاز می شود. او فقط با یک خطر بزرگ روبروست. در نتیجه خدا نیز همین خطر بزرگ را در پیش دارد. خدای قدیم که همه روح کل و کمال مطلق و عقل کل است در فردوس می چمد، اما ملول است. بر ضد ملالت خدایان نیز خود بیهوده می ستیزند. پاورقی از بیت مشهور شیلر در عروسی اورلئان، خدایان خود بر ضد حماقت بیهوده می جنگند. ادامه خدا چه می کند؟ انسان را می آفریند. انسان سرگرم کننده است. اما بنگر که انسان نیز چسان ملول است. همدردی خدا با تنها نوع دلتنگی که در هر فردوسی یافت می شود حدی نمی شناسد. بنابراین خدا حیوانات دیگری را نیز خلق می کند. این نخستین اشتباه خداست. انسان حیوانات را سرگرم کننده نیافت. پس بر آنها چیره شد. انسان حتی نخواست حیوان باشد. در نتیجه خدا زن را آفرید. آنگاه به راستی دوران ملال به پایان آمد و این پایان چیز دیگری نیز بود. زن دومین خطای خدا بود. زن در ذات خود همان مار است، حواست. هر کشیش این را می داند. هر فسادی با زن به جهان راه می یابد. از این نیز هر کشیشی آگاه است. در نتیجه علم نیز با زن به جهان راه می‌یابد. آدم تنها به وسیله زن بود که آموخت از درخت معرفت بخورد. چه روی داده بود؟ وحشتی مرگاور بر خدای قدیم چیره شد. آدم خود به صورت بزرگترین اشتباه خدا در آمده بود. خدا برای خود رقیبی آفریده بود. علم با خدا پهلو می‌زند. اگر انسان با سلاح علم مجهز شود، کار کشیشان و خدایان ساخته است. نتیجه اخلاقی، علم به خودی خود ممنوع است، تنها علم ممنوع است. علم نخستین گناه و خمیرمایه همه گناهان و گناه نخستین است. اخلاق مرکب از همین حکم است. تو نباید بدانی و بقیه از دنبال آن فرا می رسد. وحشت مرگبار خدا مانع از حیله‌گری او نشد. چگونه میتوان در برابر علم از خود دفاع کرد؟ این مسئله مدت‌ها مشکل بنیادی او بود. پاسخ: آدم را از فردوس برانید. خوشبختی و فرصت مایه اندیشیدن است. اندیشه ها همه بدند. انسان نباید بیاندیشد. و خیشتن کشیشی او
دلتنگی و مرگ و خطر مرگ در آبستنی را اختراع می کند و هر نوع بدبختی، پیری، رنج و بالاتر از همه بیماری را جز وسیله هایی برای جنگ با علم ابداع نمی کند. افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمی دهد و با این همه چه وحشتی بنای دانش سر بر آسمان می ساید. طوفان برپا می کند، به قلمرو خدا دست می یازد. چه باید کرد؟ خدای قدیم جنگ را اختراع می کند، اقوام را از هم جدا می سازد و انسانها را وامی دارد که یکدیگر را نابود کنند. کشیشان همیشه به جنگ نیاز داشتند. جنگ در میان چیزهای دیگر بر ضد علم آشوبگر بزرگی است. باور نکردنی است. دانش رهایی از چنگ کشیش به رغم جنگ ها افزایش می‌یابد و خدای قدیم تصمیم نهایی خود را می‌گیرد. انسان عالم شده است. چاره دیگری ندارد. پس باید او را غرق کند. بند 49 صفحه 103. آیا سخنانم را دریافتند؟ آغاز تورات شامل کل روانشناسی کشیش است. کشیش فقط یک خطر بزرگ می شناسد. آن هم علم است و مفهوم ژرف علت و معلول. اما علم عموماً در موقعیت‌های مساعد شکوفان می شود. انسان برای اینکه بداند باید وقت و هوش فزون از اندازه داشته باشد. پس انسان را باید اندوهگین ساخت. منطق کشیشان همیشه چنین بوده است. اکنون می توان حد زد که همراه این منطق فقط چه چیز به جهان راه یافت؟ گناه. مفهوم گناه و کیفر کل نظام جهان شمول اخلاق برای ضدیت با علم ابدا شد و برای مخالفت با جدا ساختن انسان از کشیش. آدمی نباید به پیرامون خود بنگرد، بلکه باید به درون خیش نظر کند. نباید با دقت و احتیاط در چیزها بنگرد تا بیاموزد، بلکه اساساً باید دیدگان خود را فرو بندد. باید رنج ببرد. باید چنان رنج ببرد که همیشه به کشیش نیازمند باشد. پزشک به کنار، انسان به یک ناجی نیازمند است. مفهوم گناه و کیفر و از جمله آیین عنایت ایزدی، بازخرید گناه و بخشایش همه و همه بدون واقعیت‌های روانی دروغ می‌گویند و برای نابود کردن مفهوم علیت انسانی ابداع شدند. این مفهوم‌ها عصیانی است بر ضد مفهوم علت و معلول و نه تجاوزی با مشت، دشنه یا کینه شرافتمندانه و عشق، بلکه تجاوزی سرچشمه گرفته از نامردانه ترین، حیله گرانه ترین و پست ترین غریزه ها، یعنی تجاوز کشیش، تجاوز یک توفیلی، شبیخون دزدانه خفاشان پرید رنگ خوناشامی که در سردابه ها لانه دارند. زمانی که نتایج طبیعی عملی دیگر طبیعی نباشد، بلکه چون معلول اشباح تصوری موهوم و خرافی چون خدا، ارواح، روانها و چون نتایج صرف اخلاقی همانند پاداش، کیفر، نشانه و تنبیه اندیشیده شود، آنگاه دیگر شرایط نخستین شکوفا شدن دانش تباه شده و شخص به بزرگترین جنایت بر ضد انسانیت دست یازیده است. باز هم بگوییم گناه این مشکل به تمام معنی بی حرمت ساختن انسان به دست انسان برای این اختراع شد تا علم، فرهنگ و هر نوع شکوهمندی و اصالت انسان را ناممکن سازد. کشیش از طریق اختراع گناه حکم می راند. بند 50 صفحه 104. در اینجا نمی توانم خود را از بیان نکته‌ای درباره روانشناسی اعتقاد و معتقدان معاف کنم. بیانی همچنان که منطقی است دقیقاً به کار معتقدان نیز بیاید. اگر امروز هنوز هستند کسانی که نمی دانند تا چه اندازه معتقد بودن ناشایسته است و نمی دانند نشانه انحطاط و یا خود نشان اراده در هم شکسته به زندگانی است، باری فردا آن را در خواهند یافت. صدای من
حتی به سنگین گوشان نیز می رسد. اگر درست شنیده باشم، چنین می نماید که در میان مسیحیان معیار حقیقتی وجود دارد که اثبات با محک قدرت خوانده می شود. اعتقاد رستگار می سازد، بنابراین حقیقتی است. انسان ممکن است در اینجا در دم اعتراض کند که این رستگاری خود به اثبات نرسیده بلکه وعده داده شده است. رستگاری مشروط به اعتقاد است. انسان رستگار خواهد شد چون اعتقاد دارد. اما آنچه را که کشیش درباره آخرت به معتقدان وعده می دهد و این آخرتی که از دسترس ضبط و ربطی که عملاً انجام گیرد به دور است، چگونه می توان اثبات کرد؟ این به اصطلاح محک قدرت در ژرفا خود اعتقاد بیشتری به این نکته است که انجامی که انسان از طریق اعتقاد به خود وعده می دهد به زودی فرا می رسد. این را در جمله‌ای بیان کنم. اعتقاد دارم که اعتقاد رستگار می سازد و در نتیجه حقیقتی است. اما با بیان این قضیه اینک ما به پایان استدلال رسیده ایم. قید در نتیجه خود همانند معیار حقیقت پوچ است. ولی اگر ما با مساهله بسیار رستگاری از راه اعتقاد را اثبات شده بپنداریم، نه در مقام چیزی آرزو شده یا وعده داده شده از دهان مشکوک کشیش، در این صورت آیا رستگاری یا به اصطلاح فنی‌تر شادی خود گواه حقیقت تواند بود؟ آنگاه که احساس لذت در پاسخ به این پرسش که حقیقت چیست وارد میدان می شود، نتیجه حکم چندان ضعیف است که ضدش را و یا دست کم نیرومندترین بدگمانی نسبت به حقیقت را به دست می دهد. اثبات به وسیله لذت خود دلیل لذت است و جزی نیست. اصولاً چه زمانی ثابت شد که داوری های حقیقی بیشتر از داوری های نادرست لذت می بخشند و متناسب با هماهنگی مقدر الزاماً سلسله عواطف لذت بخش را به دنبال می آورند. تجربه هوشمندان جدی و بسشرف خلاف آن را به ما می آموزد. برای رسیدن به حقیقت باید گام به گام در راه آن جنگید و نیز آنچه نزد دلهای ما عزیز است و آنچه به عشق و اعتماد ما به زندگانی وابسته است باید در این راه قربانی شود. در این راه بزرگی روح ضروری است. خدمت به حقیقت دشوارترین خدمت هاست. شرافتمند بودن در امور معنوی چه معنی می دهد؟ یعنی انسان نسبت به امیال دل خیش سختگیر باشد و عواطف زیبا را خار شمارد و هر آری و نه را به صورت مسئله وجدانی درآورد. اعتقاد آدمی را رستگار می سازد و در نتیجه دروغ می گوید. بند 51 صفحه 106. این موضوع که در شرایطی اعتقاد آدمی را رستگار می سازد و این رستگاری فکر ثابتی را به فکری حقیقی بدل نمی کند و ایمان کوهی را از جا تکان نمی دهد بلکه بیگمان کوها را در جایی که کوهی نیست جای می دهد، دیداری زودگذر از یک دیوان خانه روشنی بسیار بر این مسائل می افکند. البته تصدیق می کنم ولی نه برای کشیش، چون او از روی غریزه منکر است که بیماری بیماری و دیوانخانه دیوانخانه است. مسیحیت به بیماری نیازمند است، درست همان گونه که دورانهایی به فزونی سلامت نیازمند بود. بیمار ساختن هدف حقیقی و نهایی کل نظام و آیین رستگاری کلیساست. و اما خود کلیسا، آیا دیوانخانه کاتولیک کمال مطلوب نیست و سراسر کره خاک همچون دیوانخانه ای؟ شخص مذهبی آنگونه که کلیسا آرزومند است نمونه انحطاط است. لحظه هایی که بحرانی دینی بر مردم چیره شده با بیماری روانی همگیر مشخص می شود. جهان درون شخص مذهبی چنان به جهان درون بیماری خسته و وامانده و شوریده شباهت دارد که می توان یکی را به جای دیگری گرفت.
عالی‌ترین حالت‌ها که مسیحیت آنها را چون با ارزش‌ترین ارزش‌ها و تارک بشریت آویخته است، اشکال بیماری سر است. کلیسا فقط دیوانگان یا شیادان بزرگ را در زمره مقدسان درآورده و به عنایت ویژه الهی مفتخر ساخته است. من زمانی به خود اجازه دادم که کل آموزش توبه و بازخرید گناهان مسیحی را که در انگلستان بهتر میتواند بررسی شود به عنوان دستگاه بزرفشان ابلهی وصف کنم، طبعا بر خاکی که پیشاپیش آماده گشته باشد، یعنی بر خاکی بس بیمارگون. هیچ کس آزاد نیست که مسیحی شود یا نشود. انسان باید برای مسیحی شدن به اندازه کافی بیمار باشد. اما ما غیر مسیحیان که دلیری تندرست بودن و تحقیر کردن را دارا هستیم، آه چه تحقیری نسبت به دینی که تعبیر نادرست تن را تبلیغ می کند احساس می کنیم. دینی که نمی خواهد از دست اوهام روح رهایی یابد و از اندک خوردن فضیلتی می سازد که با تندرستی به عنوان دشمن و شیطان و وسوسه می ستیزد. دینی که خود را متقاعد کرده است که روح کامل می تواند در کالبد انسان به این سو و آن سو رود و برای این کار نیازمند بود که مفهوم جدیدی از کمال جعل کند و حالتی پرید رنگ، بیمارگون و وضعی ابلهانه و شوریدوار و به اصطلاح تقدس را. تقدس خود صرفاً نشانه تن بیمار، تباه، لاغر، ناتوان و در درمان ناپذیر است. مسیحیت همچون جنبشی اروپایی از همان آغاز نهضت جمعی انواع مطرودین و توفاله های اجتماع بوده است که می خواهند به وسیله مسیحیت قدرت را به دست گیرند. این جنبش بیان کننده زوال یک نژاد نیست، بلکه صورت کلی نمونه‌های منحطی است که از همه جا گرد هم آمده و یکدیگر را جستند. برخلاف آنچه همگان باور دارند، این تباهی دوران کهن، دوران شکوهمند باستان نیست که مسیحیت را ممکن ساخت. چون این حماقت ملایی که حتی امروزه نیز بر این است، هر قدر کوبیده شود باز کم است. دورانی که طی آن طبقات فرودست، بیمار و تباه سراسر امپراتوری روم مسیحی شدند، دقیقاً دورانی بود که نوع مقابل آن یعنی اشرافیت در زیباترین و کاملترین شکل خیش وجود داشت. بیشترینان سالار شدند و آزادیگرایی غریزه های مسیحی پیروز گشت. مسیحیت جنبه ملی نداشت و به نژاد معینی محدود نبود، بلکه مخاطب وی همه مطرودین اجتماع بودند و همه جا همپیمانهایی داشت. مسیحیت در بنیاد خود دارای نفرت بیماران و غریزه متضاد با تندرستی و تندرستان است. چیزهای خوشسیما، سرفراز، جانهای نیرومند و بالاتر از همه زیبایی برای گوش و چشمش زیانبخش است. باز گفته بی ارزش پولس را یادآور می شوم که گفت خدا ناتوانان عالم، جهال جهان و خسیسان و محقران را برگزیده است. دستور کار مسیحیت چنین بود و با این شعار انحطاط پیروز شد. خدای مصلوب، آیا معنی ترسناک پنهانی این اشارت را تاکنون درک کردند؟ آنچه رنج می کشد، آنچه مصلوب می شود، ملکوتی است. ما همگی بر صلیب آویخته شده ایم و در نتیجه ملکوتی هستیم. تنها ما ملکوتی هستیم. مسیحیت یک پیروزی بود و تمایلی شریف را نابود کرد. مسیحیت تا همکنون بزرگترین بدبختی بشریت بوده است. بند 52 صفحه 109. مسیحیت نیز در صف مخالف همه زیبایی‌های معنوی قرار دارد و فقط می‌تواند از اندیشه‌های بیمار به عنوان اندیشه مسیحی بهره برگیرد، هر چیز ابلهانه را حمایت کند و به جان و برتری جان سالم لعن و نفرین می‌فرستد.
چون بیماری به ذات مسیحیت تعلق دارد، وضع شاخص مسیحی یعنی ایمان نیز باید شکلی از بیماری باشد. مسیحیت مجبور است همه راه‌های مستقیم و شرافتمندانه و علمی به سوی دانش را همچون راه ممنوعه‌ای مردود سازد. حتی شک کردن نیز گناه به شمار می آید. فقدان محض پاکی روانی در وجود کشیش که در نگاه وی تجلی می کند، پدیده ناشی از انحطاط است. می توان در زنان مسروع و کودکان سست و ضعیف دید که چگونه ناراستی غریزی، دروغ گفتن برای دروغ گفتن، ناتوانی در راست بودن و درست عمل کردن حکایتگر انحطاط است. ایمان یعنی اینکه انسان نخواهد بداند که حقیقت چیست. پرهیزگار، کشیش از هر دو جنس دروغگوست، زیرا بیمار است. غریزه او خواهان است که حقیقت هیچگاه در مقام شایسته خیش قرار نگیرد. آنچه بیمار می سازد نیک است. آنچه از سرشاری، فزونی و قدرت سرچشمه می گیرد بد است. این است آنچه معتقدان احساس می کنند. اجبار به دروغگویی در این نکته همه کسانی را که مقدر است حکیم الهی گردند باز می بینیم. نشانه دیگر حکیم الهی ناشایستگی او برای دانش زبانشناسی است. زبانشناسی را در معنی وسیع باید چون هنر درست خواندن ادراک کرد، یعنی توانایی به خواندن واقعیتی بیان که با تفسیر آن تحریفش کنیم، بیان که احتیاط، صبوری و باریکبینی در شوق به دریافتن را از دست فرو گذاریم. زبانشناسی در مقام ناتوانی در تفسیر صریح، خواه مسئله کتاب‌ها، گزارش روزنامه، طالبینی در کار باشد یا وضع هوا، از رستگاری روح می‌گذریم. شیوه‌ای که در آن حکیم الهی در برلن یا روم در پرتو نور والای زبور داوود واژه‌ای از کتاب مقدس یا احساسی یا پیروزی ارتش کشور خیش را تفسیر می‌کند، همیشه چنان گستاخانه است که زبانشناس را وامی دارد با هر مشکل مشهودی دست و پنجه نرم کند. و زبانشناس چه می تواند بکند زمانی که کشیش‌ها و مادگاوهای مدرسه سوابیا چیزهای پیش پا افتاده و رقتنگیز و نحوست وجودشان را با کلماتی نظیر سرانگشت خدا و در لباس اعجاز بخشایش ایزدی و قدرت مطلق ملکوتی و تجربه رستگاری می آرایند. با این همه، با کمترین صرف نیروی هوش، البته اگر پاکیش ننامیم، این مفسران را به کودکانه بودن و بی‌ارزش بودن چنین سوء استفاده از تردستی الهی یا سرانگشت خدا متقاعد می کند. پاورقی واژه آلمانی فینگرفریکیت حاوی بازی لفظی تردستی و سرانگشت خدا فینگر آف گاد با هم است. آوردن این بازی لفظی در ترجمه فارسی برای مترجم ممکن نشد. ادامه مطلب. حتی کوچکترین اثر زهد در وجود ما باید ما را بران دارد احساس کنیم که خدایی که سردردی را به هنگام درمان می کند یا می گوید درست به هنگامه آغاز ریزش رگبار به کالسکه پناه ببریم، خدایی چنان بی‌معنی است که اگر وجود هم می‌داشت بایستی انکار می‌شد. خدایی در مقام خدمتکار، پستچی، سازنده تقویم، در بنیاد کلمه‌ای است برای ابلهانه‌ترین گونه رویدادی نابهنگام. قدرت مطلق الهی که به تقریب از هر سه نفر یک نفر در همین آلمان با فرهنگ باورش دارد، شدیدتر از هر اعتراضی که احتمالاً میشد تصور کرد نسبت به خداست و در هر حال اعتراضی است به آلمانی ها. بند 53 صفحه 111 و اینکه شهیدان چیزی را درباره حقیقت قضیه ای ثابت کنند چندان نادرست است که من میخواهم منکر این شوم که شهید اساساً با حقیقت پیوندی داشته باشد. لحن و آهنگی که شهید به یاری آن عقیده خیش را بر سر جهانیان فرو می‌بارد
چنان خالی از درستی معنوی و چندان عاری از فهم درباره مشکل حقیقت است که انسان نیازی به رد و انکار آن نمی‌بیند. حقیقت چیزی نیست که بتوان آن را دارا شود و دیگری نتواند. حتی دهقانان یا حواریون دهاتی مسیح چون لوتر توانستند به این شیوه درباره حقیقت بیاندیشند. میتوان یقین داشت که فروتنی و میانه روی در مسائل معنوی همگام با میزان آگاهی آنها افزایش می‌یابد. دانستن 5 چیز و سپس به شیوهی ملایم امتناع از دانستن هر چیز دیگر. حقیقت آنگونه که پیامبران، فرقه‌سازان، مدارا پیشگان مسائل دینی، سوسیالیست ها و پیروان کلیسا می فهمند، دلیل قاطع این است که از همان آغاز چندان که باید در زمینه انضباط هوش و خودچیرگی ضروری برای کشف حقیقت‌ها حتی کوچکترین آنها کوشش به کار نرفته است. بدینسان شهادت‌ها بزرگترین بدبختی در تاریخ بوده است. یعنی شهادت‌ها اغوا کننده بودند. استنباط همه ابلهان از جمله زنان و ملت‌ها در اینکه هدفی که انسان در راه آن آماده است جان فدا کند باید متضمن معنایی باشد. بگذاریم از کسانی چون مسیحیان نخستین که بیماری همگیر مرگ طلبی را به وجود می آورند. این برداشت مانع توصیف ناپذیری در زمینه پژوهش و روح پژوهش و احتیاط شده است. شهیدان به حقیقت زیان رساندند و حتی امروز نوع خام تعقیب و آزار تنها چیزی است که برای ایجاد نام شرافتمندانه‌ای برای هر فرقه‌ای، هر قدر هم بی اهمیت که باشد، ضروری است. چگونه؟ آیا این واقعیت که کسی برای هدفی جان می‌دهد، در ارزش آن هدف تغییری به وجود می‌آورد؟ خطایی که ارجمند می‌شود، خطایی است که گیرایی اغوا کننده بیشتری دارد. آقایان حکمای الهی، آیا باور می کنید که ما فرصتی به شما می دهیم تا در راه دروغهایتان شربت شهادت بنوشید؟ انسان با بی‌اعتنایی احترام‌آمیز مطلبی را رد می کند و به همین شیوه حکیمان الهی را محترمانه باید رد کرد. حماقت تاریخی جهانی همه آزاردهندگان دقیقاً در این نهفته است که به مخالفان خود چهره احترام‌آمیز می‌بخشد و سحر و افسون شهادت را به آنها ارزانی می‌دارد. امروز زن در برابر خطایی زانو می‌زند، زیرا شنیده است که کسی به جهت آن خطا بر صلیب جان سپرد. از آن پس آیا صلیب برهانی بوده است؟ اما درباره همه این مسائل فقط یک نفر آنچه را هزاران سال ناگفته مانده بود بیان کرده است. زردشت. آنها با خون کلماتی را بر جاده‌ای که می پیمودند می نگاشتند و حماقتشان به آنها آموخت که حقیقت با خون اثبات می شود. اما خون بدترین گواه حقیقت است. خون نابترین آموزش‌ها را با زهر آلوده می کند و به وهم و نفرت دل بدل می سازد. و اگر کسی برای موعظه‌های خیش به میان آتش رود، این کار چه چیزی را ثابت می‌کند؟ به راستی بهتر است که آموزش‌های کسی از آتش جانش براید. پاورقی، چون این گفت زردشت، بخش دوم درباره کشیشان. بند 54 صفحه 113. انسان نباید به گمراهی تن در دهد. خردهای بزرگ شکاکند، زردشت شکاک است، توان اندیشه آزادیش را از طریق قدرت و قدرت برتر با شک به اثبات رسیده است. آنجا که بنیادهای ارزش و عدم ارزش در کار است، معتقدان را به آسانی راه نیست، عقاید جز زندان نیستند، آنها دوردست را خوب نمی بینند. خود را برتر از چیزها نمی‌یابند.
برای اینکه مجاز باشیم درباره ارزش و عدم ارزش سخنگوییم، باید صدها عقیده راسخ را زیر پای خود، پس پشت خود ببینیم. جانی که خواستار انجام کارهای گران است و نیز ابزار ضروری آن را اراده می کند، الزاماً شکاک است. آزادی از عقاید گوناگون، شایستگی برای نظری آزاد، وابسته قدرت است. شور پرشکوه، زمینه و توان وجودش حتی از انسان شکاک روشنگرتر و خودکامتر است و تمام هوش را به خدمت خود می گمارد و شکاک را دلیر می کند، حتی در مقاصد نامقدس به او جرأت می بخشد و اگر نیازی باشد داشتن عقاید را نیز برایش مجاز می دارد. اعتقاد در مقام وسیله. چیزهای بسیاری هست که انسان صرفاً از راه بیان اعتقاد می تواند فراچنگ آورد. شور پرشکوه از عقاید بهره می گیرد و آن را به خدمت خود می گمارد و تسلیم آنها نمی شود. خود را شهریار می داند. برعکس، نیاز به اعتقاد برای گونه ای آری یا نه نامشروط یا کارلایل گرایی، اگر مرا در این بیان مجاز دارید، نشانه ناتوانی است. انسان با ایمان معتقدی از هر دست الزاماً فردی وابسته است، بدان سان که اساساً نمیتواند مقاصدی از خیشتن بنیاد کند. معتقد از آن خود نیست، فقط میتواند ابزاری باشد و دیگران از او بهره میگیرند و کسی را نیازمند است که او را به کار گیرد. غریزه او عالی‌ترین احترام را به اخلاق بیخیشتنی میدهد. همه چیز به این کارش ترغیب می کند، هوش، تجربه و هوسش. هر گونه اعتقادی خود بیان بیخیشتنی و از خود بیگانگی است. اگر آنچه را که مردم در نظمی برونی به آن نیازمندند برای محدود ساختن و استوار کردن آنها در نظر آوریم و اینکه چگونه اجبار، یعنی بردگی به مفهومی عالی‌تر، موقعیت محض و نهایی است که در آن فردی با اراده‌ای ضعیف‌تر و به ویژه زن می‌تواند خوشبخت باشد، آنگاه همچنین ماهیت اعتقاد و ایمان را نیز در می‌یابیم. اعتقاد تکیه‌گاه استوار انسان معتقد است. چیزهای بسیاری را ندیدن، بی‌غرض نبودن در هیچ چیز و همه هواخواه بودن و همه ارزش‌ها را از دورنمایی معین و ضروری نظاره کردن، تنها موقعیتی است که در آن چنین آدمی مطلقاً می‌تواند زیست کند. اما او به موجب همین اصل متضاد و مخالف انسان با حقیقت یا متضاد و مخالف حقیقت است. معتقد به هیچ رو در داشتن وجدانی که بپرسد حقیقت و مجاز چیست آزاد نیست. در اینجا درست کار بودن به معنی نابودی بیدرنگ اوست. این مشروط بودن بیمارگونه در نظاره ارزش‌ها از انسان معتقد فردی متعصب می‌سازد. ساوونارولا، لوتر، روسو، روبسپیر، سن سیمون نمونه‌های متضاد جان‌های نیرومند و آزاد هستند، اما رفتار مهمتر از رفتار زندگانی روزانه این ارواح بیمار، این مسروعین نظری بر بیشترینان تأثیر می کند. کهنه پرستان خیال انگیزند. نوع بشر برتری می دهد تماشاگر کارها باشد تا شنونده استدلال.